نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها وينشر في النفوس سنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که الله سبحانه و تعالی در هر گوشه این جهان پهناور که هستید یار و نگهدار شما باد. من قبل از شروع برنامه جا داره تشکر بکنم از استاد بزرگوار، استاد بندر نصار، مدیر کل مجموعه شبکه های وصال، که این فرصت رو ایشون میسر کرد که ما دوباره بر روی کانال الجمیله این برنامه زنده رو داشته باشیم در هوتبرد، همون فرکانس 11317، اولین فرکانس هوتبرد شبکه که بر اثر پارازیتی که پخش شده بود مدتی ما نتونستیم برنامه هامون رو در هوتبرد داشته باشیم. همچنین تشکر ویژه دارم از مسئولین در کانال الجمیله که لطف کردن و این فرصت رو برای ما میسر کردن که این برنامه و بعضی از برنامه‌های دیگر زنده شبکه رو از طریق این کانال پخش بکنیم. الله سبحانه و تعالی این عمل رو در میزان حسنات اونها قرار بده در روزی که یوم لا ینفع مال ولا بنون. خب بینندگان عزیز و گرامی، باز هم خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه آن روی سکه و کلیپ هایی که در مورد این آخوندهای دشمنان اهل بیت و دشمنان صحابه و دشمنان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دشمنان دین مبین اسلام که آن روی سکه این زنادقه رو انشاءالله در این برنامه بیشتر برای شما آشکار خواهیم کرد. اولین کلیپی که میخواییم در این برنامه پخش بکنیم کلیپ بیمار دلان است. بیمار دلان کلیپ شماره 703 رو عزیزانمون در اتاق فرمان پخش بکنن و انشاءالله در برنامه امروز مثل همیشه تعدادی کلیپ ها پخش خواهیم کرد و همچنین صدای گرم شما عزیزان رو از طریق تلفن و اسکایپ خواهیم شنید و انشاءالله تعلیقی هم خواهیم داشت بر گفتگویی که با یکی از صیغ زاده های شبکه ولایت هفته گذشته داشتیم و کمی سر و صدا کردن که بله ما در هفته گذشته زنگ زدیم و خلاصه به ما فحاشی کردن و فلان و نذاشتن ما صحبت بکنیم. انشاءالله بعضی از دروغ هایی رو که هفته گذشته گفتن و بر اون کارنامه دروغ های آیت الله قزوینی، این چوپان دروغگو، مدیر شبکه ولایت و شیخ مفید زمان، عالم علم رجال، که ما بیش از 200 تا کلیپ از دروغهای این آخوند شیاد دروغگو رو پخش کردیم و اینها همه کانالشون رو بسیج کردن و مسیق زاده ها و لقیت هایی که با اینا بود در این برانور کمک گرفتن و برنامه های ویژه گذاشتن تا تنها از یک دروغشون دفاع بکنن، که الحمدلله همانطوری که همیشه شبکه جهانی وصال حق اینو ثابت کرده که اینها دروغگو هستن و غیر از دروغ و تلبیس و خیانت چیز دیگری ندارن که به خورد
ملت بدن و هر چه که میخوان بیان از دروغ اولی قزوینی دفاع بکنن، دارن بیشتر آبروی خودشونو میبرن و دروغ بیشتر میگن، که انشالله یکی دو تا از دروغ هایی که هفته گذشته گفتن و باز پخش خواهیم کرد و ما همچنان منتظر هستیم که قزوینی و دار و دستش بیان و از این دروغ، این چوپان دروغگو دفاع بکنن. موضوع دروغی که ایشون گفته بود این بود که امام ذهبی گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست و ضعیف است. این دروغ رو آیت الله قزوینی وقتی گفت که همونطوری که عادت همیشگیش هست در قضیه علم رجال، چون که ایشون به رجال دلبستگی ویژه‌ای دارن، فکر کرده بود که هر سیبیلویی که تو بازار میبینه باباشه. اون محمد ابن اسماعیل بخاری که دروغگو بوده و در قرن ششم وارد بغداد شده بوده، اون رو با محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب کتاب صحیح بخاری اشتباه گرفته بود و خلاصه اومده بود تو برنامه زنده یه چیزی گفت و اینم دوستان عزیزمون در بخش پژوهش و پیگیری شبکه این کلیپ رو گرفتن و یکی از آبروریزی های بزرگ، نمیگیم آبروریزی چون یک آبروریزی نداره، این انسان بی حیا صدها هزارها آبروریزی داره، اما هیچ، اصلا همونطوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که اگر شرم و حیا نداشتی هر چی که دلت میخواد بکن، این شخص به همین مقوله عمل میکنه و چون شرم و حیایی در وجودش نیست هر چی که دلش میخواد میگه. و جالب اینه که به خاطر یک دروغ خیلی راحت میتونست همون روز اول بیاد معذرت بخواد، ما هم دیگه اون کلیپ رو پخش نمیکردیم، اما به خاطر یک دروغ ده ها دروغ دیگه داره میگه. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی اگر اینا قابل هدایت هستن هدایتشون کنه، اگر قابل هدایت نیستن شرشون از سر امت اسلامی کم کنه. با هم کلیپ شماره 703 رو میبینیم و بعد از این انشاءالله دوباره خدمت شما عزیزان خواهیم آمد. با ما همراه باشید. بیمار دلان، کاف ها یا عین صاد، کربلا، هلاک، یزید، عطش، صبر، صبر حسین، صبر زینب، تعجب کردن ملائکه از صبر ابی عبدالله. خب این آیات رو هی باید بخونیم ما، هی با معنا بخونیم، هی بفهمیم چه خبره، هی خدا رو روزه امام حسین تکرار میکنه، هی میگه کربلا رو یاد داشته باشید، هلاک رو فراموش نکنید، عطش چه کرد، یزید چه کرد. الله متعال در آیه هفتم سوره آل عمران به صراحت فرموده است که در قرآن کریم آیات محکمی وجود دارد که مفهوم آن واضح و روشن است و احتمال چند برداشت تفسیری از آن وجود ندارد، و نیز در کنار این آیات محکم آیاتی ویژه موسوم به متشابهات نیز موجود است که الله تعالی علم آن را به خود منحصر گردانده و کسی از مخلوقاتش را بر حقیقت آن آگاه نساخته است. از جمله این آیات حروف مقطعه موجود در ابتدای برخی از سوره هاست که علم آنها به الله تعالی محول می گردد. الله متعال در این باره می فرماید: او ذاتی است که کتاب را بر تو نازل کرد و بخشی از آن آیات محکمی هستند که معانی آن واضح و روشن است و آنها اصل کتاب هستند و بخشی از آن متشابهات هستند، و اما کسانی که در دلهایشان انحراف است، برای فتنه انگیزی و تأویل نادرست آن به دنبال متشابهات می روند و تأویل آن را جز الله کسی نمی داند و راسخان در علم می گویند به آن ایمان آورده ایم، همه از جانب پروردگار ماست
و جز خردمندان پند نمی پذیرند. از آنجایی که آخوندهای رافضی هیچ دلیل روشنی از آیات محکم قرآن برای اثبات امامت نیافتند، رو به آیات متشابه آورده و تلاش می کنند وفق هوای نفس خود آنها را تفسیر باطنی کنند و می گویند کاف ها یا عین صاد، کربلا، هلاک، یزید، عطش، صبر، صبر حسین، صبر زینب. کاف یعنی کربلا، چرا کربلا باشد و کعبه نباشد؟ ها یعنی هلاک، خب چرا هلاک باشد و هدایت نباشد؟ میگویند یا یعنی یزید، چرا یزید باشد و یقین نباشد؟ میگویند عین یعنی آتش، خب چرا آتش، چرا عمره نباشد؟ میگویند صاد یعنی صبر، خب به کدام دلیل، چرا صلات نباشد و یا چرا صفا نباشد؟ اگر بنا باشد هر کسی طبق هوا و هوس خود آیات متشابه را تفسیر باطنی نماید، پس حرف چه کسی را باید پذیرفت؟ حقیقت آن است که فقط بیماردلان به دنبال این گونه برداشت ها می روند تا با توجیهات بدون دلیل خرافات خود را ثابت نمایند. با کسانی که در دلهایشان انحراف است برای فتنه انگیزی و تأویل نادرست آن به دنبال متشابهات می روند و تأویل آن را جز الله کسی نمی داند. رو هم دیدیم و اینم تفسیر عجیب و غریب این آخوندها. حالا من به اذن الله تعالی یک کتابی دستم اومده از اینها، 500 آیه از قرآن که در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نازل شده. این کتاب یعنی جالب از این میشه فیلم کمدی جالبی درست کرد. آیاتی رو آوردن در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه تفسیر کردن و ترجمه کردن که اصلا تعجب میکنید که در قوطی هیچ عطاری گیر نمیاد. قبل از اینکه من تماس های شما عزیزان رو بگیرم، بخش هایی از صحبت هایی که با شریفی داشتیم هفته گذشته رو خدمتتون پخش میکنم. دو تا از دروغ های مهمی رو که در هفته گذشته گفته بود، علاوه بر اینکه ما هنوزم منتظر این پاسخ هستیم که آقای قزوینی یا دار و دستش، هر کس که از ایشون نمایندگی داره، از شبکه ولایت زنگ بزنن و در مورد این دروغ قزوینی که امام ذهبی در کجا گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست و ضعیف است، این موضوع رو انشالله ما همینطور این فایل باز خواهد بود تا موقعی که در هر برنامه من اینو ذکر خواهم کرد، تا وقتی که بیاد و قزوینی معذرت بخواد از این دروغی که گفته. احمد جان اگر صدا و تصویر رو داشته باشید، قسمت هایی از صحبت هایی که هفته گذشته یاد داشتیم. در دقیقه 2:30 احمد جان این رو پخش کرد. من یک کلمه صحبت نمی کنم به مجرد این که یک لفظ از امام ذهبی نیادی، از جای دیگه، از کسی دیگه صحبت بکنی. صدا تا همینجا قطع می کنم، شمارت هم تو بلک لیست میندازم که دیگه نتونی زنگ بزنی. بسم الله. 1 2 3 بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان مجدد. در جلسه قبلی که به حال بحثی شد تا
تا اینجای بحث اومدیم که آقای انصاری اعتراف کرد آقای بخاری قائل به خلق قرآن بوده، ولی آقای انصاری دروغ میگی. بله، این یکی از دروغاش بود که میگه در جلسه قبلی من اعتراف کردم که محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت الله علیه قائل به خلق قرآن بوده. دروغی است آشکار. این دروغ و قزوینی هم گفته، این دروغ و شریفی هم گفته، بقیه صیغه زادایی که هستن تو شبکه ولایت همشون این دروغ رو تکرار میکنن و برای این دروغشون هیچ سند و مدرکی ندارن. امام بخاری قائل به خلق قرآن نبوده. قضیه که امام بخاری رو متهم کرده بودن به اون ربطی به خلق قرآن نداره اصلا، کلان یک بحث جداگانه است که من مفصل در همون موقع بعد از انتها از مناظره من در موردش صحبت کرده بودم در صحبتایی که دفعه اول داشتیم. و این دروغ میگه، داره همینجور جلوی من وایساده، داره به من تهمت میزنه که در جلسه قبلی فلانی اعتراف کرد که امام بخاری قائل به خلق قرآن است. این آقای بی سواد اقوال تالین، افعال تالین که در متن کتاب ذهبی اومده بود که تو همون برنامه گفت که این افعال آیندگان، امام بخاری قائل به خلق افعال عباد است نه به قائل به خلق قرآن. کلا دو موضوع جداگان است که مغزهای گنجشکی اینا درک نمیکنه این موضوع رو، چون این موضوع خیلی بزرگتر از کله های پوک ایناست که غیر از برگ چغندر چیز دیگری فکر نکنم که توش پیدا بشه. دروغ دیگری که تو همون جلسه به من بست این است که من خدمتون نشون بدم از اینجا. احمد آقا این رو صدا تصویر داشته باشید. از کدوم کتاب؟ جواب من رو بده، از کدوم کتاب میخوایی ذکر بکنی؟ از کدوم کتاب؟ الان دلیل اول گفتم، گفتی قبول. دلیل اول به درد خودت میخوره. دلیل دوم؟ دلیل اول به فقط نه خیر، نه خیر، دلیل دوم به درد خودت و قزوینی میخوره. از ذهبی نبود، از زبان ذهبی نبود، از زبان ذهبی نبود. هیچ مطلبی رو تا حالا از زبان ذهبی ارائه ندادی شما. سیار علامه بلا مال کیه؟ کی گفته بود که اگر ابو ذر کتو ترک کنه دیگه هیچ اثر اساسی نداره؟ این حرف این ذهبی گفته بود یا نگفته بود؟ دقیقاً ببینید، میگه ذهبی گفته که کسی که ابو ذر اون رو ترک بکنه این متروک الحدیث است. میگه که ذهبی گفته حدیث رو که لا یعرف و ابو ذر حرف هو متروک، این رو میگه که ذهبی گفته. یک کمی من عقب میبرم دوباره این صداشو دوستان بشنون. لا زبان ذهبی ارائه ندادی شما. بلا مال کیه؟ سیار علامه بلا مال کیه؟ کی گفته بود که اگر ابو ذر کسی رو ترک کنه دیگه هیچ اثر اساسی نداره؟ این حرف این ذهبی گفته بود یا نگفته بود؟ دروغ میگی، ذهبی نگفته. دروغ میگی، ذهبی نگفته. آینه اینو من در صفحه تلویزیون نشون. همین الان داری دروغ میگی. همین الان داری دروغ میگی. کتاب ذهبی هست. یک لحظه، ذهبی نگفته این حرفو. دوستان نشون بدن. این آقا باز داره دروغ میگه. این صفحه 71 سیر اعلام نوبلا. سیر اعلام نوبلا. در کجا گفته ذهبی که؟ ذهبی در کجا گفته که هر حدیثی رو که ابو ذر ندانه این اصل نداره؟ بسم الله، در کجا گفته؟ بخون الان. یقول کل حدیث لا یعرفه ابو ذر. قبلشو بخون، قبلشو بخون، قبلشو بخون. اسحاق ابن راهوه یقول. چرا دروغ گفتی که ذهبی گفته؟ چرا دروغ گفتی که ذهبی گفته؟ این استلام کرده. چرا دروغ میگی؟ چرا دروغ میگی؟ کجا تاییدش کرده؟ در کجا گفته؟ خیلی خوب شد، خیلی خوب. آقا ببین، ببین دروغگو، ببین دروغگو. تو گفتی الان لحظاتی پیش، لحظاتی پیش همه بیننده شاهد هستن، لحظات پیش همه بیننده شاهد هستن، گفتی که ذهبی در جلد 13م، این جلد 13مشه، اینم صفحه‌ای که من خدمتتون نشون دادم، گفتی که ذهبی در این کتابش گفته که هر حدیثی رو که ابو ذر نداره این اصل و اساس نداره. وقتی که متن رو جلو تو آوردم چرا دروغ گفتی در اینجا؟ نه دروغ نگفتم. دروغ گفتی، دروغ گفتی. اینو ترجمه کن، اینو ترجمه کن از اولش. آقا از اولش ترجمه بکن، از اولش ترجمه بکن. من گوش کن، گوش کن، گوش کن، رو تایید کرده، گوش کن. این دیگه دروغش، ذهبی حرف اسحاق ابن راهوی رو تایید کرده. ذهبی حرف اسحاق ابن راهوی رو تایید کرده. اینم دروغه. دروغ میگه با وقاحت تمام، با حقارت تمام داره دروغ میگه. ذهبی هیچ وقت حرف اسحاق ابن راهوی رو تایید نکرده، بلکه رد کرده. این داره دروغ میگه. ادامه رو ببینید. از اولش بخون، اینو از اولش بخون، اینو از اولش بخون، اینجا رو بخون، اینجا رو، دروغ نگو، اینجا رو بخون، بخون. اسحاق ابن راهوی نه خیر، از اولش
از اولش بخون. من متن چیم اول از چی بخونم؟ از ابن عدی. من اتفاق ابن راهوی رو نقل میکنه. آقا ساکت باش. از اولش بخون. از اولش بخون. حالا اینجا تو دام من افتادی. خدا از اینجا نجاتت بده. ابن عدی. چی دامی؟ ابن عدی. اتفاق ابن راهوی میگوید. هر حدیثی که ابو ذر نمیشناخت آن اصل و اساسی نداره. خب یک لحظه. من وقت میدم بهت. اول اینجا معذرت بخوا که دروغ گفتی. گفتی در صفحه 71 جلد 13 ام. یک لحظه. ببینید وقاحت بیشتر از این میشه؟ داره متن رو میخونه. حساق ابن راهوی گفته، ذهبی نگفته و ذهبی حرف این رو رد کرده، گفته که امام بخاری ثقه است، مأمون است امام بخاری، و این با وقاحت میگه نه، بخاری ذهبی تایید کرده حرف حساق ابن راهوی رو. این نشاندنده یعنی دروغگویی و واقعا افلاس این هاست. از این میگذریم. این قسمت هایی بود که ما در چون طولانی بود 24 25 دقیقه بود و شما میدونه که در فیسبوک نمیشه همه اینا رو به شکل کلیپ آپلود کرد، ما قسمت هایی از این رو که مهم بود در صفحه فیسبوک گذاشتیم. بعد رفت و خلاصه سر و صدا را انداختن که بله اینها گرفتن حرف ما رو سانسور کردن. احمد جان این قسمت رو نشون بده. قسمت سانسور شده کلیپ شبکه وصال، اعتراف به تضعیف بخاری توسط ذهبی از محمد انصاری. مناظره رفته گذاشتم، دیدید گفتگو رو؟ الانم من قسمتاشو پخش کردم، عنوان رو نگاه کنید. اعتراف به تضعیف بخاری توسط ذهبی از محمد انصاری. شبکه دزدها کلیپی سانسور شده را از تماس دو شب پیش من پخش کرده که در آن علاوه بر حذف فحاشی‌های ناموسی انصاری، حالا اگر که من به تو صیغه زاده گفتم خب این باید افتخار باشه، چون که طبق روایات خودتون هر کسی که یک بار صیغه کنه به مرتبه امام حسن میرسه، دو مرتبه صیغه کنه به مرتبه امام حسین میرسه، سه مرتبه صیغه کنه به مرتبه امام علی میرسه، چهار مرتبه هم صیغه کنه به مرتبه رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسه. دوستان کلیپش هم آماده بکنن. یک کلیپی در این مورد داشتیم که قزوینی اینو انکار کرد، گفت که این روایت دروغه، ما سند براش آوردیم از کتابای خودشون. این کلیپ هم آماده بکنن که انشالله امشب پخش بکنیم. اگر این فحاشیه دیگه من نمیدونم که دیگه چطور تعریف بکنم شما را، از احادیث خودتون دارم تعریف میکنم. این که گفتم لقید، خب لقید هستید، اگر لقید نمی بودید قزوینی شما را انکار نمیکرد. گفت که ما مرجع تقلید داریم، ما آیت الله داریم، حجاج اسلام داریم، دانشگاهی داریم، فلان داریم، حوزوی داریم، طلبه داریم، فلان داریم. اینا که بیننده های شبکه اصلا برای تو اهمیتی قائل نشد، اصلا برای تو ارزشی قائل نشد. تو مثل یک دستمال کاغذی که قزوینی دماغش رو پاک کرد هنداخت دور. تو بیچاره بدبخت به جایی که بیای توبه بکنی از خدا بترسی، اومدی از یک دروغگو داره از یک دروغگوی دیگه دفاع میکنه. بعد در ادامه نوشته فحش‌های ناموسی انصاری به بنده، تنها قسمتی که به بنده یک دقیقه وقت داده شده و بنده ثابت کردم که ذهبی بخاری را بر مبنی بر تضعیف ابو ذر تضعیف کرده و خود انصاری هم به این قول تضعیف اعتراف کرده. غلط کردی، من هرگز به این قول چیز ابو ذر اعتراف نکردم، بلکه من همیشه اینو گفتم که یک قولی از ذهبی بیارید که یا حرف ابو ذر رو تایید کرده باشه، حرف اساق ابن راهوی رو تایید کرده باشه و گفته باشه که بله محمد ابن اسماعیل بخاری ضعیف است. یک قول از ذهبی بیارید. حرف ما در این دو سالی که قزوینی دروغ گفته همینه. آقا یک حرف از ذهبی بیارید. من نمیدونم به چه زبان بگم، به انگلیسی بگم، به عربی بگم، به فارسی بگم، به ترکی بگم، به مشهدی بگم، به چه لهجه بگم که شما گاگولا متوجه بشید. میگه که انصاری هم به این تضعیف اعتراف کرده را حذف کرده است و در کلیپ خودشان این طور وانمود کردند که آن مطلبی که ذهبی از اساق ابن راهوی نقل کرده است که هر کسی را که ابو ذر وی را متروک الحدیث بداند دیگر اصل و اساسی ندارد، عرف خود ذهبی نیست. من نشون دادم، من کتاب دارم اینجا، الانم نشون دادم، تو فیلمم نشون دادم، کتاب هنوزم اینجا هست پیش من. شما دارید دروغ میگید و به آن اعتقاد ندارد. بله من 100% عزم دارم، جزم دارم، سند دارم که ذهبی معتقد به این نبوده و بارها اینو نشون دادیم، اما شما به خاطر حرفتون سند ندارید. در صورتی که در این یک دقیقه بنده ثابت کردم که ذهبی این مطلب را قبول داشته است و راوی را تضعیف کرده فقط به خاطر اینکه ابو ذر وی را متروک الحدیث میدانسته. تضعیف راوی به خاطر متروک دانستن وی توسط ابو ذر در راوی 3287 3792 سعید ابن ابی نصر سکونی
عن ابن ابي ليلى القاضي تركه ابو زرعه ميزان الاعتدال في نقد الرجال جلد 6 صفحه 234. اولا از جهالت اینها اینه که ذهبی نه تنها این بر اساس تضعیف ابو زرعه، بر اساس ترک ابو زرعه، نه تنها سعید ابن ابی نصر سکونی رو متروک الحدیث ذکر کرده در کتاب میزان الاعتدالش، بلکه ده ها صد ها راوی دیگری رو هم ذکر کرده. شما تنها یکیش رو دیدید، برید تو این کتاب میزان الاعتدال بگردید صد ها. اما حرف ما سر ذهبی است. ذهبی ترک حدیث توسط ابو زرعه که بخاری رو متروک الحدیث دانسته رو قبول نداره، بلکه رد کرده قول ابو زرعه رو، قول اساق بن راهویه رو، اقوال اینها رو رد کرده. من اینو در اون یک و نیم ساعت با سند و مدرک نشون دادم. اما این آقا مثل این که نمیفهمه، یکی که نمیفهمه، خب این آدم میفهمانه، یکی که نمیخواد بفهمه. همه انسان‌های دنیا جمع بشن، همه امکانات و تکنولوژی رو به کار ببندن، این شخص نمیفهمه. یعنی شما فکر کنین یک الاغی رو اگر شما شب و روز در گوشش چهل یاسین بخونید، سوره یاسین بخونید، همون الاغه، تغییری در اون ایجاد نمیشه. میگن خر عیسی گرش به مکه برن چون بیاید همان خر باشد. فما هر چقدر سعی و تلاش بکنیم اینا نمیفهمن، نه قزوینی میفهمه نه دار و دستش میفهمن. حالا این کلیپی که اینا گفتن که ما حذفش کردیم و در اینجا ایشون ثابت کرده که ذهبی محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت الله علیه رو متروک الحدیث میدونه یا ضعیف میدونه یا غیر ثقه میدونه رو من از صفحه خودش با خدمتون پخش میکنم. محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست. گذاشتن مردی الان یک کلمه اینور اونور صحبت نکن، در مورد ذهبی صحبت بکن. کجا گفته محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست؟ 1 2 3 استارت بزنید تایمر رو. خب جناب آقای ذهبی در سیر اعلام نبلای خودش جلد 13 صفحه 71 مطلبی رو آورده که هر حدیثی که ابو زرعه نمیشناخت اون حدیث اصل اساسی نداشت و به همین دلیل خود آقای ذهبی نفی کرد که ما جلسه قبلی گفتیم که ابو زرعه بخاری رو متروک الحدیث میدونه و به هر حال این که در کتاب العبر فی خبر من قبر خودش هم این مطلب رو نقد کرده. اما یه محتی هست، شخصی که متروک الحدیث شد از جناب از نظر جناب آقای ابو زرعه، خود این شخص هم تضعیف شده از توسط خود جناب آقای ذهبی. اینو در مورد امام بخاری میخواد صدق بده، در حالی که ما گفتیم که درسته که ابو زرعه اگر کسی رو متروک الحدیث بدانه، کسی رو متروک الحدیث بدانه و امام ذهبی اون رو رد نکرده باشه این حرفشو، این حرف درسته. اما در مورد محمد ابن اسماعیل بخاری ذهبی اینو رد میکنه، میگه آقا تو که حدیث امام بخاری رو ترک کردی، حرف تو اصلا ارزشی نداره در مورد امام بخاری. خیلی به صراحت امام بخاری ثقه هست، من نشون دادم متنشو در جلسه اولی که صحبت کردیم. اینا یک روش تلبیس، یعنی حرف رو از یک جای یک مطلبی رو از ذهبی نقل بکن، بعد برو روی کتاب دیگه، یک رو از سیر اعلام نبلا بگیر و یک رو از میزان الاعتدال بگیر، اینو به این بچسبون، در آخر بگو که بله چون این مطلب در فلان جا اومده این طرف ضعیف. آقا ما بارها گفتیم و اینو جلوی میلیون ها نفر بیننده دوباره تکرار میکنیم که مرد هستن، غیرت دارن، شهامت دارن، یک روایت از امام ذهبی بیارن که گفته باشه من ذهبی محمد ابن اسماعیل بخاری رو ثقه نمیدانم و ضعیف میدانم. و ما سند آوردیم که ذهبی رد میکنه، میگه نه خیر، حرف شماها اشتباه است، آقای ابو زرعه، آقای فلان حرف شما اشتباه است، امام بخاری ثقه هست و قابل اعتماد است. ثانیا در مورد ترک حدیث، این یک تلبیس دیگری که اینا انجام میدن. ترک حدیث از طرف ابو زرعه به این معنی نبود که احادیث محمد ابن اسماعیل بخاری رو قبول نداشته باشه، زیرا دلیلش خیلی واضح است. ابو زرعه نیازی نداشت به احادیث امام بخاری، چون اینا با هم همکلاسی بودن، شاگرد یک انسان بودن، از پیش یک انسان حدیث میگرفتن. حالا مثلا من دوست ندارم در این مدرسه ای که مثلا توش قزوینی هست درس بخونم، میرم توی این مدرسه دیگری درس میخونم. این هیچ وقت مشکلی برای من ایجاد نمیکنه، چون همون علمی رو که من میخواستم در اون مدرسه ای که قزوینی هست یاد بگیرم، میره چون از قیافه بیشون بدم میاد، میره توی مدرسه دیگری که
از این جونورا اونجا نباشه میرم اونجا. علم همون علم است، چی از این مدرسه گرفتی چی از اون مدرسه گرفتی. حالا همون احادیث رو که امام بخاری روایت میکنه در صحیح بخاری، دقیقاً همین احادیث رو یا اکثرش رو خود ابو زرعه از همون استادی که امام بخاری ازش یاد گرفته از همون استاد گرفتن. اینها با هم دوره بودن، به اصطلاح میشه گفت به اصطلاح امروزی هم کلاسی بودن. ادامه کلیپ رو ببینید. میزان الاعتدال فی نقد الرجال، راوی شماره 3287. خب این کتاب در این کتاب که مخصوص ضعفاست، این آیه ذهبی فقط راویان ضعیف رو جمع کرده، راوی رو آورده به نام سید ابن ابی نصر سکونی ان ابن ابی لیلا القاضی. این راوی میگه ضعیفه. چرا بیننده های عزیز؟ به چه دلیلی؟ ترکه او ابو زرعه. یعنی این راوی ضعیفه به این دلیل که ابو زرعه اونو متروک. وقت تموم شد. الان داد زدی ابو زرعه اینو گفته، فلان اینو گفته. بابا مشکل ما با این حرفا نیست، همه اینا رو من قبول دارم، همه اینا رو قبول دارم. ذهبی در کجا گفته محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست؟ خب این ادله اولی که آوردین که آیا اصلی خودی چیزی که گفتم قبول دارم. نخند. خب چرا ادامه‌شو نمیذارید؟ چرا کامل نمیذارید؟ شما که ادعا میکنید که من به شما فحاشی کردم و فلان کردم، شما خیلی پسر مؤدب، ماشاءالله نمره انضباطتون 20، شما هیچی نگفتید. بازم ما بزرگواری میکنیم، فرصت میدیم حتی به آقای قزوینی. بینندگان عزیز، آیت الله حسینی قزوینی، معروف به چوپان دروغگو، مدیر شبکه ولایت که در رأسشون آقای ناصر مکارم شیرازی، تاجر شکر یا سلطان شکر، یهودی زاده، به قول همه میدونن در ایران میشناسنش که اصلش از یهود است، ایشون اومده گفته که ذهبی محمد ابن اسماعیل بخاری رو ثقه نمیدونه و ضعیف میدونه. مرد هستید بیاید ثابت بکنید، یک کلمه حرف از ذهبی بیارید که آقا گفته باشه که بله من شمس الدین ذهبی صاحب کتاب سیر اعلام نبلا، میزان الاعتدال، فلان 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 فلان، آقای محمد ابن اسماعیل بخاری رو ثقه نمیدانم و ضعیف میدانم. یک حرف بیارید یا یک متنی بیارید که گفته باشه من ذهبی متروک الحدیث دانستن امام بخاری رو از طرف ابی زرعه و فلان فلان قبول دارم. بله آقای ابو زرعه اینجا راست گفته. دروغ اندر دروغ. و قبل از این پستی که گذاشته بودن یک چیز دیگه، چون که جوابی ندارند و مطلبی ندارن، ببینید اینجا احمد جانش امشب زنگ زدم به انصاری دوست، این ادب ایناست، اخلاق این. اما دریغ از جرأت یک دقیقه وقت، نیم ساعت فقط به من فحش داد و بعد از قطع تماس هم فحاشی ها ادامه داشت. این که دشمنان اهل بیت فحاشی میکنن ناراحت نیستم، چون اگر به جز این بود باید شک داشت. فقط در قبال فحاشی این آقا دزده من این کلیپ رو میگذارم. وقتی زورش نرسیده رفته کلیپ ملازاده رو گذاشته. همون اندازه که حرفهای آقای اللهیاری نسبت به رهبر معظم انقلابتون برای شما ارزش داره، حرفهای ملازاده هم برای ما همونقدر ارزش داره. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی اینا رو هدایت بده و اگر قابل هدایت نیستن شرشون از سر امت اسلامی کم بکنه. این حقیقت این ماجرا بود که ما هم کلیپ خودمون رو قسمتاش رو گذاشتیم و همون کامل مطلبی رو که در صفحه فیسبوکشون گذاشته بودن فقط جهت اطلاع بینندگان. تنها به این اکتفا نکردن و این ایمیل رو هم برای من فرستاده. دوستان این رو پخش بکنن، این صفحه رو نشون بدید. احمد جان نوشته که خدا همون شب برای من فرستاده، خدا را شکر میکنم که دشمنان اهل بیت را از احمق ها خر کرده. واقعا این دشمن های شما که اگر دشمن اهل بیت نباشید پس کی دشمن اهل بیته؟ نمیدانستم که صفات دیگرم مثل دزد و شیاد و کذاب هم شامل آنهاست. وقتی فوش میدادی یاد حرف مولای عبدالرحمن سربازی افتادم. خدا را شکر شما مولای عبدالرحمن سربازی رو داشتید و الا نمیدانستم به کی متوسل میشدید که تو و دوستانت رو مزدور میخواند که کسی که فوش میدهد دلیل بر بیسوادیش است و الحق که زیبا سخن گفته است. بیچاره بدبخت، اگر بر حق بودید اینقدر طرفدارانت و آن جناب پشمک خانی، این خطاب به استاد فضلحق سلیمانی این حرف رو زده، اینم از ادب اخلاق ایناست نه؟ و که روی خط آوردید اینقدر التماس نمیکردن که به شرفی وقت نده، این را هم بدون من دست از سر تا
تو آدم شیاد دزد و دوستان کلاهبردارت بر نمیدارم. هر برنامه‌ای که بشه میام روی خط آقا دزده، چون کلی به حال میام وقتی میبینم چجوری داری میسوزی. دوستان در قبال این صحبتایشون فقط شما کف بزنید و بخندید. واقعا خنده داره انسانی که شرم و حیا نداشته باشه. انسانی که من یک مطلبی رو در مورد این حرف ایشون چون خیلی استناد میکنه این آقا به حرف های دیگران بر علیه ما، خب ما هم از همین روش خودشون استفاده میکنیم، گرچه دوست نداریم این روش رو، اما اینا دوست دارن که اینطوری باشون برخورد بشه. و به خاطر همین من اینجا کلیپی رو خدمتتون پخش میکنم که ایشون خیلی دوست دارن که اینطوری باشون برخورد بشه. بله اینجا کلیپ جالبی است. این کلیپ رو خدمت شما عزیزان پخش میکنیم تا ببینید. احمد جان اگر صدا تصویر رو بذارید. خب یک لحظه من این کلیپ رو احمد جان ببین الان صدا داره. دوستان عزیز بیننده، چون ایام ایام فرحت الزهرا سلام الله علیها هست، یکی از اموری که درباره آقای خامنه ای کمتر گفته شده بیان شده اینه که ایشان چون در نوجوانی هم یک مقدار خوشگل بوده و هم یک مقدار مثلا با این آدم های لات و سبیل کلفت و اینها رفت و آمد داشته و نشست و برخواست بیجا داشته. بله این سبیل کلفت هایی که با اون رفت و آمد داشته به این اسمش پری گذاشته بودن، لقب پری به او داده بودن، یعنی به عنوان این که که خوشگل و مؤنث و مثلا مورد استفاده اونها هست به این میگفتن پری. این را این در بین روحانیون قدیمی معروف و مشهوره و اونها به من گفتن که این بله به این اندازه وضع این ملعون خراب بوده در اون زمان. بله. تشکر میکنم و معذرت میخوام از بینندگان عزیز به خاطر این حرفای آخوندی که اینجا گفته شد و خلاصه اینا هستن دیگه، اینطوری چی کارشون میشه کرد. از همین لحظه به بعد شماره تلفن برنامه زیرنویس خواهد شد و شما عزیزان میتونید هم از طریق تلفن و هم از طریق اسکایپ تماس بگیرید و در مورد موضوعاتی که در این برنامه مطرح شد و همچنین در مورد کلیپ ها اظهار و نظر بکنید. شماره تلفن برنامه رو احمد آقای گل زیرنویس کردن و همچنین اسکایپ شبکه جهانی وصال حق زیرنویس میشه که شما عزیزان میتونید از طریق اسکایپ هم تماس بگیرید. و همچنین احمد جان شماره جدید رو حتما داشته باشید، چون اینها میدونید که دیگه وقتی که جوابی برای صحبت های ما نداشته باشن متوسل میشن به پارازیت پخش کردن و بستن شماره تلفن های برنامه. اولین تماس رو میگیریم. برای سلام علیکم. سلام آقای انصاری، کم کشده. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. حالا شما خوب عزیزم؟ خوبی؟ سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید. عبدالله هستم از دبی. آقا عبدالله از دبی، بفرمایید برادر گرامی. آقا میگم این آقای شریفی خود سوان نداره، گفتگوی نداره، فقط حرفای الکی میزنه. کاملا درست. کاملا درست. خدا این چی نوشته؟ این حرف انسانی است؟ زنده باشید آقا عبدالله، الله متعال حفظتون کنه. زنده باش کن.
تشکر از شما. هیچ نمیفهمه، نه آقای انصاری نه صحبت کنه، نمیفهمه بگو الو، کلمه الو نمیفهمه. درست والا سر با خدا زنده باشید. چطوری بدم پاگوشش چوتش کن تا بره بیرون خاک بسرش. زنده باشید، تشکر از شما برادر. تو سرش برات گور دم کن خاک بر سر. سلامت باشید. سلامت باشه. تشکر. زنده باشید عزیز دلم، خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید، شما رو خط هستید. سلام علیکم آقای انصاری، خوب هستین شما؟ سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من اسمم یسرالدین هست، ایران تماس میگیرم، مهاجر افغانستان هستم. بفرمایید برادر عزیز و بزرگوار، صدا شما داره پخش میشه. خوب هستین شما انشاءالله؟ خیلی استاد گرامی. سلامت باشید، تشکر از شما. از این برنامه شما خیلی استفاده کردیم، خیلی از این برنامه شما چیزای زیادی آموختیم. الحمدلله. انشاءالله که در پناه حق باشید و همیشه سرفراز و سربلند باشید. آمین. زنده باشید، تشکر از شما. سلام زیاد برای استادان گرامی، از جمله استاد مجیب الرحمن انصاری و استاد عبدالقدوس دهقان برسانه دو خدا یار و نگهدارتان باشه. زنده باشید، تشکر از شما. الحمدلله که الله سبحانه و تعالی به وسیله این کلیپ ها و به وسیله این برنامه ها هم اهل سنت رو بیدار کرده، هم شیعیانی که حق جو بودن و چهره واقعی این آخوندهای شیاد رو نمیشناختن، الحمدلله الله سبحانه و تعالی اونها رو هم بیدار کرده. بله، سلام علیکم، بفرمایید. بله، تماس بعدی. خب احمد جان، مثل این که شماره تلفن رو بلاک کردن، شماره رو عوض کنید لطفا. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. السلام، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. با عرض سلام خدمت شما برادر عزیز و محترمم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سپاس و مرحمت خدای یکتا بر تمام راهیان راه حق. سلامت باشید. که برای الله مختار خدمت میکنه و شبکه های توحیدی را اساس گذاری کردین. الحمدلله. محترم، با عقیده بنده همی کسایی که خدا با دارای اهل تشیع میگیرن اما از اینا تکلیف روحی دارن، چرا می خود دروغ گفتن یک تکلیف روانی است. درست. قزوینی باید از شبکه خود پس شوه و مستقیما زیر دست یک دکتر روانشناس ایر مالجه کنن، در غیر از او ای دیوانه است، ایر ببرن در دیوانه خانه. چون من بعض وقتا پروگرام از ایر مشتایم، من یک پسر خرد دارم و این فارسی را موقع نمیفهمه. برای من میگم مادر ای آدم تکلیف روی داره. من یک روز پرسان شدم چطور میفهمی؟ گفت از شمایش فهمیده میشه بسیار دروغ میگه. و الله مختار شما را خیر بده برادر عزیزم. سلامت باشی. واقعا شما خدمت میکنین برای خدای یگانه. زنده باشی. شما کلمه نور و عم شما را خالق یکتا به حفظ امان خود میکنه. و خدای قبر پرستاره آخوندیزم رسوا کنه و الحمدلله که شما روی کار آمدین تا اینا دامن رسواییشون به سرشون چپه شد. در غیر از او سالهای متمادی مردم فریب دادن. درست. ممنون شما برادر عزیز. تشکر از شما. تشکر از شما. زنده باشید. خدا نگهدار. اگر که کسی زنگ زد احمد جان عزیز از شبکه ولایت، هر کی بود رو خط بیارید، حتی اگر شریفی هم بود به من اطلاع بدید که روی کدوم خط هستم. بله، سلام علیکم، بفرمایید. ممنونم. الو. سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای انصاری. سلامت باشید. من گفتم در عصر پیشون شریفی همه حرفاش غلط بود و اشتباه بود. البته به جزئی حرفش که شما رو بله.
شما هم از اون باند شریفی هستید آقای محترم، شماره شما پیش ما هست و احمد جان اینو بنداز تو سطل آشغال که دفعه دیگه نتونه زنگ بزنه. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم انصاری، خسته نباشین، شب بخیر. سلامت باشید، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ حسن هستم از ایران. آقای انصاری جان سلام، خسته نباشین، شبتون بخیر. سلامت باشی حسن جان، حال شما خوبه؟ قربان شما، ممنون. آقای انصاری جان میگم این برنامه‌تون از روی شبکه هاتبرد پخش نمیشه، اینو واسه ما این مشکل رو حل کنیم. الان رو آتبر داره پخش میشه رو فرکانس 11000 و... آره الان این از شبکه الجمیله پخش میشه، مثلا چی این شبکه قبلی شما دیگه پخش نمیشه اونو؟ ان شاء الله سعی میکنیم که به زودی فرکانس های هاتبرد بگیریم که 24 ساعت پخش بشه، چون دولت ایران دستتون درد نکنه. بله دولت ایران به مجرد این که ما فرکانس مستقل بگیریم روش پارازیت پخش میکنه. آیان ساری جان میگم اگه امشب آقای شریفی تشریف آوردن شما ازش بپرسین از 1000 تا 1100 یه عدد انتخاب کنه، بعدا اونو باش مناظره کنی. باشه، چش. احمد آقا هم سلام بسیار برسونین، دست شما را راه دور میبوسم. سلامت باشید، سلامت باشید، بزرگوارید برادر عزیز، تشکر از شما. خدا حافظ شما، دستتون درد نکنه، همه کارمندان شبکه وصال حق رو سلام برسونین. علیکم و علیکم السلام، زنده باشید، خدا نگهدار. خدا حافظ شما. خدا حافظ. بله سلام علیکم، بفرمایید. آقای انصاری؟ بله بفرمایید. آقای انصاری من الان تو خط هستم، شما به چه عنوانی به رهبر مملکت توهین میکنید؟ به چه حرفی؟ من توهین کردم؟ شما خودتون آقای محترم، آقای محترم شما منصف باشید. ما یک کلمه در مورد مشکلات اخلاقی ایشون گفتیم، هر چه گفتن آخونده خودتون گفتن. آقای انصاری شما دارید توهین میکنید. من برادر بزرگوار، یک لحظه، آقای حسن علایاری طلبه حوزه علمیه قمه، شاگرد خودتونه و میگه من برای این حرفایی که میزنم سند دارم و حاضرم 4 تا شاهد عدل در هر دادگاهی که آقای خامنه‌ای شکایت بکنه بیارم. حرف من نیست، حرف ایشون است. ایشون رهبر من نیستن و برای من قابل احترام هم نیستن. برادر بزرگوار نه خیر، شما به رهبر مملکت، رهبر شماست، رهبر من نیست. برای من گوش کن برادر عزیز، برای من به اندازه لنگ کفش منم ارزش نداره. نه برای شما خیلی چیز ارزش نداره. پس نگید که توهین میکنی آدم برای یعنی کسی که برای انسان ارزشی نداشته باشه. واقعا برای شما متاسفم که دارید به اصطلاح به نام اسلام و به نام دین دارید ترویج میکنید و بیادبانه. خیلی واقعا خب یک نمونه از این بیادبی ما رو بگید. یک نمونه شو بگید چرا قطع میکنید میرید؟ یک نمونه از بیادبی ما نسبت به رهبر انقلابتون رو بگید. من که چیزی نگفتم، حتی کلیپی هم که در موردش درست کردیم فقط عنوان داشت، فقط شهد شاهد و من اهلیه، چیز دیگری گفتیم؟ یک کلمه ما تعلیق دادیم یا تایید کردیم؟ چه خودتون میگه آخه، آخونده خودتون دارن میگن، تقصیر ما چیه؟ بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم شبرگ بابا، این دفعه میشنویم صدای شما رو، این شبکه ما نمیگیره و اون چیزا دیگه نداریم آقا انصاری. الله متعال حفظتون کنه. ما رو فرکانس 11317 هاتبرد هست، این برنامه زنده الان داره رو هاتبرد پخش میشه. نه فعلا ما در شبکه قدیمی میگیریم، هم قدیم که داشتیم همون الان شده و دیگه نداریم شبکه دیگه، نمیتونیم ببینیم. میره فقط همون شب یکقدر همون رو دلت بکنید، همون رو حذفش بکنید، دوباره سرچ بکنید، دوباره در ستلایت سرچ بکنید 11317 رو، انشالله میاد به سال هم. تشکر. ما به خاطر همی باور کن خب ما یک جایی هستیم، ساختمان طوری هست، فرانسه هستیم، چیز نمیشد که دیگه اون چیزا رو ندارم ماهواره را. درست برادر عزیز، رو ماهواره یوتلسات هم میتونید ببینید به سال حق رو.
خلاصه ما به خود بخم زیاد بلد نیستم بذارم بچه‌مو بیا اول رفتم دیگه شاید دست میخوانم که اومد برم مجبورم درست کنم ان شاء الله زنده باشی دارم الله یتلف باور کن شبایی که این رسکر قطع نکنی گوش کنیم این رافض یا یک تبر ده فرقش میزنی این قطع نکنی ما باید ببینیم باور کن نماز و خانه میخونیم نمیریم مسجد الله یتلف ستون کنه الله یتلف ستون کنه به خاطر که قطع نکنی ایره باید زنده ده هر شبکه که میشه پخش کنی که چیزی که رافضی است که شمشیر ده فرقش میخوره چشماشون پشتر برآمده درست این شبکه ای هست که ما بیدار شدیم درست من 30 سال در ایران زندگی کردم برای این رافضی اصلا دیگه پشیمان هستم پشیمان از زندگی خود که اشتباه کردم زندگی کردم الله نستن تشکر از عمرم عوض گذشت الله متعالی ستون بچه‌ها به دنیا ما پول ما گرفتن دیگه هم گرفتن خود توهین و تحقیر زیاد شدیم این رافضی را حالش نختم که چقدر لعنتی بودن اینا لعنت خدا به اینا یه شرفی چیزی بورد پاک این را بگه بورد پاک بلا یک رفت چیز بداده چیز چاپلوسی نکو درست درست تشکر از شما برادر عزیز خوب شد شکر که ما میبینیم گوش میکنیم فقط شبکه ایست فرکانس این برنامه را هیچ زمان قد نکنین که شمشیر از فرق رافضی انشاءالله شمشیر دفعه که رفت دیگه سلام را به کل دوستان و باقی دوستان برسان برسیم مزیاد هجانیستان ایخ در زنگ میزن تا شما را این کار میکنی هر چیم زنگ میزنم روخ نمیشه نمیفهم چرا شما را ما را دلت میکنین چرا نه نه ما کسی را دلت نمیکنه زنده باشید برادر الله متعالی ستون کنه سلام باشید زنده باشید سلام به احمد آقام برسن احمد آقا سنگه یکی طبیعتونه زنده باشید تشکر از شما. خدا نگهدار. خلاصا منتظر نشستیم گوش نکنیم اینجا اما مجبور هستیم هر کار میکنیم رخ نمیشه تلفن چیکار کنیم؟ هزار فزم زنگ میزنیم اگر یک صدا نشه تلفن مرا رخ کنیم مفت است. نمی پشت سر خط منتظر مونم بعد مرا رخ کنیم مشکل نیست. نه نه زنده باشید. الله متعالف ستون کنه. بارک الله فیکم. تشکر از شما. خدا شکر که ما شما را دیدیم. خدا نگهدار شما. بعد سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام. شبکی وصاله شبکه وصال حق خودتون رو معرفی کنید از کجا زنگ میزنید؟ خاتمی از قم انصاری آقای خاتمی از قم بفهمید در خصوص همین کلیپی که پخش کردید خب شما نمیتونید یه نفر رو یه کلیپ ازش پخش بکنید حرفای دیگه شو قبول نداشته باشید شما حرفای دیگه این آقا هم در مورد خلفا رو شنیدید قبول دارید اتمن و این کلیپ رو پخش نمیکرد آقای انصاری کدوم کلیپو؟ کلیپ در مورد رهبر انقلاب. خب این رهبر انقلاب شماست من الان خدمت بیننده قبلی هم عرض کردم حرف منم نیست حرف طلبه حوزه علمی قمه. میگن مال خوب و عزیزم آقای خاتمی برادر عزیز. حرفشو قبول داشته باشید. آقای خاتمی میگن مال خوب و بد زیر ریش صاحبش. من و ایشون مطلبی رو که در مورد آقای خامنه‌ای گفته من نه قبول دارم نه رد میکنم شهد شاهدون من اهلهی یک نفر از خودشون داره شهادت میده ثانیاً ما بارها گفتیم حتی به وزارت اطلاعات ایران هم هشدار دادیم که جلوی سگهای اطلاعاتیتون رو تو شبکه ولایت بگیرید ما اطلاع داریم که ماهانه چقدر به اونا پول میدید ماهانه چقدر حقوق به قزوینی میدید و به بقیه دار و دستش گفتیم جلوی اینها رو بگیرید هر موقعی که کلیپ ملازاده رو پخش کردن ما کلیپ حلایاری رو پخش میکنیم اگر که براتون رهبر معظم انقلابتون ارزش داره جلوشو بگیرید نذارید آیین شریفی پاسداره تو بسیج سپاه پاسداران کارمنده بسیجی پاسداره من همه اطلاعات کافی در مورد این شخص دارم آقا این پاسدار اگر برای رهبر انقلاب ارزش قائل باشه ملازاده رو نمیاره کلیپشو بذاره رو صفحه خودش اگر که حرف ملازاده رو میخواید بر علیه ما استفاده بکنید ما هم حرف علایاری رو بر علیه شما استفاده میکنیم این به اون تمام درست. شما به آقای شریفی نصیحت بکنید که بچه خوب بشه دیگه از این غلطا نکنه نه یک بار دیگه هم تماس گرفتم اجازه صحبت رو من ندادید خدا روش این دفعه اجازه دارید صحبت کردم یکی این موضوع بود که می‌خواستم بگم یه موضوع توی یکی از برنامه‌هاتون در مورد تحریف قرآن صحبت کردید اونجا هم اجازه ندادید من صحبتامو کامل بکنم اجازه اگر بدید الان صحبت می‌کنم در این زمینه ببینید قضیه تحریف قرآن قضیه هفته گذشته بود که ما صحبت کردیم در موردش حالا البته این کلیپی هم که پخش کردیم تقریبا ربطی داره به تحریف قرآن با آیاتی که شما تحریف میکنید قضیه تحریف قرآن یکی از اصول مذهب شماست جزء اعتقاداتتونه همونقدر که امامت براتون ارزش داره
تحریف قرآن هم براتون ارزش داره. آیا به نظر شما آقای خاتمی فکر میکنید که کلینی و مجلسی و این استوانه های دین مذهبی شیعه که در کتاباشون مطالبی که همه تایید تحریف قرآن هست، اینا مسلمان بودن، اصلا به قرآن اعتقاد داشتن؟ ببینید اینکه الله اگر اجازه بدید کاملا توضیح بدم. در اینکه روایاتی که در کلینی هست، در کتاب به انوار مجلسی هست، این دلیل بر این نمیشه که اعتقادش یه دقیقا این هست. شیعه بین احادیث انتخاب میکنه خوبش رو، این فقط یه مرجع، یک فهرست‌بندی شده احادیث. بعدم علما کاملا اعتقاد، حتی اون شخصی که جمع‌آوری کرده ممکن اعتقاد به این حدیث نداشته، فقط جمع‌آوری کرده، نیتش فقط جمع‌آوری. آقای خاتمی اعتقادش رو بیان نکرده. آقای خاتمی، برادر بزرگوار، شما فیض کاشانی از چه منصبی برخوردار است در مذهب شیعه؟ به من عالم شناخته شده هستشون. یعنی حرفش راسته یا دروغه؟ بس که به اجتهادش داره، ایشون اجتهاد میکنه میگه. من از اجتهادش نپرسیدم، من از اجتهادش نپرسیدم. همه مردم بخوام قبول کنن هستشون. آقای محترم، من از اجتهادش نپرسیدم راستگو هست یا دروغگو. میگه یعنی نظر خودش میگه، نظر همه علمای نیست. آقای محترم، سوال من خیلی واضح هست، ایشون راستگو یا دروغگو؟ من حرف شما رو راستگو متوجهم، گفتم ایشون وقتی که چیزی رو مینویسه میگه نظر خودش رو میگه، نظر تمام جماعت شیعه رو نمیگه. خب تمام جماعت شیعه این نظرشون نیست. یک لحظه، یک لحظه. بله. آقای محترم، الان آقای فیض کاشانی در تفسیر خودش میاد در صفحه 35 میگه که در مورد تحریف قرآن، ببین این سفر رو نشون بده احمد جان، تفسیر صافی جلد 1 صفحه 34. اما اعتقاد مشایخنا رحمهم الله فی ذلک، یعنی در قضیه تحریف قرآن، فالظاهر من ثقه الاسلام محمد ابن یعقوب الکلینی طاب تراه انه کان یعتقد التحریف والنقصان فی القرآن. ایشون اعتقاد به تحریف و نقصان در قرآن داشت. لأنه روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي. زیرا که آقای کلینی روایاتی بر این معنی در کتاب الکافی آورده. ولم يتعرض لقدح فيها، و این روایات رو نقد نکرده. مع انه ذكر في اول الكتاب انه كان يثق بما رواه فيه. ایشون در حالی که در مقدمه کتابش نقل کرده که هر روایتی رو آورده این روایت رو ثقه میدونه و قبول داره. و کذالک استاده، همچنین استادش علی ابن ابراهیم قمی، ایشون هم که علی ابن ابراهیم قمی که معروف است، فین تفسیره مملوح منه، تفسیر ایشون مملو هست از تحریف قرآن، و له غلو فی، بلکه ایشون غلو داره در این مسئله. و کذالک الشیخ احمد ابن ابی طالب تبرسی، فانه ايضا نسج على منوالهما في كتاب الاحتجاج. الان اینجا کتاب احتجاج، کتاب تفسیر قمی، کتاب الکافی، که اینا استوانه های دین شما هستن. آقای فیض کاشانی، بنابر روایاتی که ما قبلا هم نشون دادیم که نیاز نیست من دوباره تکرارش بکنم، بینندگان حفظ هستن که کافی چی میگه، مجلسی چی میگه، تبرسی چی میگه، فلانی چی میگه. آقای محترم، برادر بزرگوار، الان آقای خاتمی، الان من به شما وقت میدم برادر بزرگوار. الان آقای فیض کاشانی در این حرفشون راست میگه یا دروغ میگه؟ اگر دروغ میگه، شما یک نفر دیگری رو بیارید از علمای شیعه که گفته باشن که آقا این که کلینی و مجلسی و تبرسی و فلان و اینا، قمی و اینا که گفتن قرآن تحریف شده هست، اینها دروغ میگن، این روایاتشون باطل است، ما قبولش نداریم. بفرمایید. خدمت هستم. قرآن دو نوع تحریف داره، حالا این کاملا میخوام توضیح رو باز بکنم تا هم من شاید برام بازتر بشه این موضوع، هم بینم میاد. قرآن دو نوع تحریف داره، یکی اینکه اعتقاد داشته باشیم چیزی به قرآن اضافه شده، یا اینکه چیزی از قرآن کم شده. اینکه چیزی به قرآن اضافه شده، نه شیعه نه سنی، هیچ کس معتقد نیست که چیزی در این کتاب وجود داره که غیر کلام خدا باشه. این به اینکه معتقد داریم شما هم و من هم. یکی اینکه از قرآن چیزی کم شده، این اعتقادی هست که توش اختلاف هست، کسی معتقده
چند جز کم شده، کسی معتقد است سوره کم شده، کسی معتقد آیه کم شده، کسی معتقد است کم نشده، جابجا شده آیات، یا کسی معتقد است در اعراب اختلاف است که این مثلا صراط علیین مستقیم هست یا صراط علیه مستقیم هست، یک اختلاف تو این قضیه است. ولی هیچ کس معتقد نیست که در این قرآن که تحریف به معنای این که در این قرآنی که دست من و شما هست کلام یا کلام مخلوق وجود داشته باشه. حالا اون موضوعی که ابراهیم قومی، فیض کاشان اینا بطرح کردن، شیخ طبرسی، اینها هیچگاه معتقد نبودن در این قرآن و در آیات قرآن هم نیست که شما بگید مثلا نه تحریف به معنی این هست که کم شده یا زیاد شده. هیچ کس معتقد نیست که در این همه این نوع اعتقاد دارن. این کتاب کتابی است که جانم خدا، حالا آیه ازش برداشته شده یا سوره یا جزی، این بحث فرق میکنه. ولی الان اعتقاد جامعه اهل بیت، جامعه روحانیت، جامعه روحانیت بر این هست که حتی معتقدن آیات هم جابجا نشده. آیه فیض کاشانی نظر خودشون رو دادن، نظر شیعه نبوده، نظر اهل بیت نبوده، روایاتی هم که بیان شده روایاتی بوده که جمع‌آوری شده توی کتب، نظر واقعی ائمه نبوده. این معلوم نیست روایت صحیح هست، مطلب شما صحیح درسته، از سند آوردید، مدرک آوردید، ولی الان شما با تمام دفاتر علما تماس بگیرید، این مطلبی هست که اظهار کردن روی منبرها، معتقدن که حتی جابجایی بین آیات حتی صورت نگرفته و تنها چیزی که بعضی از علما هنوز روی این قضیه هستن روی اعراب هست و اون هم نمیگن تحریف شده، اینو تحریف معنوی میدن، نه تحریف در خود قرآن در فصاحت بلاغت. آقای خاتمی، برادر بزرگوار، ببینید ما نباید که با کلمات بازی بکنیم، یعنی کمی باید به عقل بله جانم من یعنی خواهش میکنم که ما نباید که به عقل و شعور بیننده توهین بکنیم. تحریف هم به معنی نقصان هست، هم به معنی زیاده است، یعنی چه در قرآن کم بشه چه در قرآن زیاد بشه این تحریف است. و قرآن الله سبحانه و تعالی میگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما قرآن رو نازل کردیم و ما این قرآن رو حفظ میکنیم. یعنی از چی حفظ میکنیم؟ از دستبرد بشر، از زیادت و نقصان. من بارها گفتم که ما اعتقاد ما اهل سنت و من اینجا صراحتا اعلان میکنم، میگم که هر انسانی که هر مرتبه و مقامی داشته باشه قائل به تحریف قرآن باشه کافر است، مرتد است، جاویدان در آتش دوزخ است. به هر حال هر آیه از آیات قرآن رو ما منکر بشیم یا اهل سنت، کافر هستیم. من قبول دارم این آیه درست. شما اما علمای شما برخلاف آنچه که شما فرمودید، جناب آقای خاتمی، برخلاف آنچه که شما فرمودید قائل هم به زیادت هستند هم به نقصان هستند و من بارها آیات رو نشون دادم. مثلا الان در تفسیر البرهان اینجا ببینید، از حر عاملی در تفسیر البرهان در صفحه 67 در اینجا چی میگه؟ میگه قرآن عبارات صریح فی تحریف القرآن و تغییر بعد نبی، و عبارات صریحی داریم که قرآن بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم تحریف شده. در اینجا چی میگه؟ میگه القرآن المحفوظ من الزیادت و النقصان فی کل عصر مع امام الزمان و انه الذی جمعه علی علیه السلام و انما فی ایدینا اليوم هو حجة لدینا بلا لوم الى ان يظهر الحق. یعنی قرآنی که در دست ما هست این محفوظ از زیاده و نقصان نیست، بلکه قرآنی که محفوظ از زیاده و نقصان هست در نزد امام زمان هست و ایشون ظاهر میکنه این حق رو. نه در این قرآن آیا جای ذکر شده که بسید این آیه رو معتقد باشه عالمی از علمایشه که این سخن خدا نیست؟ حالا این که مطلب کلی که فرمودید مصداق اگر نشون بدید که مثلا بگید این مال قرآن نیست و مثلا اضافه شده، یکی اضافه کرده به قرآن زیاده. حالا مثلا کنتم ببین الان در تفسیر صافی میگه، در تفسیر صافی، در تفسیر قمی میگه که کنتم خیر امت اخرجت للناس. اینو وقتی کسی خوند امام جعفر صادق گفت آیا خیر امت حسین رو میکشه؟ این آیه اینطوری است، کنتم خیر ائمه للناس. هم تعریف در کلمات هست، هم زیادت هست، هم نقصان هست. یعنی خیلی واضح هست الان کلینی میگه قرآنی که در قرآنش اینو وارد کرده، حتی
این اعتقاد داره؟ بله، همه علماتون این اعتقاد داره. برید تفاسیرشون رو ببینید. نه، توی قرآنی که الان من توی خونم دارم من همچین چیزی ندیدم که نه در متن قرآن نگفتن. در متن قرآن نگفتن، در تفاسیرشون گفتن. منظورم همین نظر خودشونو گفتن. شاید بعضی نظر خودشون. آقای خاتمی، یک سال اخیر، آیا کسی که قائل به تحریف قرآن باشه مسلمان هست یا نیست؟ من معتقدم کسی که به تحریف قرآن به معنی اینکه این قرآنی که الان هست رو بگه کلامی از کلام خدا درش مثلا وجود قاطی است با کلام مخلوق، به این معنا، نه اینکه کم شده باشه، به معنی اینکه کلامی از کلام مخلوق هم در این قاطی است، من معتقدم حرف شما صحیح است، کافر است. ولی اگر به معنای اینکه کم شده باشه، آقای خاتمی، آقای خاتمی، برادر عزیز و بزرگوار، من به شما احترام دارم آقای خاتمی، علی رغم اینکه قبلا شما به ما توهینم کردید اما این دفعه دارید مؤدب صحبت میکنید. آقای خاتمی، خب باشه، ما اشتباه کردیم. آقای خاتمی، برادر بزرگوار، نه. الان کلینی میگه قرآنی که بر پیامبر نازل شد 17000 آیه است، یعنی قرآن 3 جلد بوده، یک جلدش فعلا دست ماست، 2 جلد دیگرش رو تحریف کردن. دقیقاً همون حرف منم همین است دیگه. خب الان کسی که بله کسی که قائل به این حرف باشه مسلمانه به نظر شما؟ میگم من اعتقاد دارم به اون معنی که شما فرمودید، اگر کسی معتقد باشه که در این قرآن کلامی از کلام مخلوق وجود داشته باشه. تشکر. نوع تحریف رو گفتم. بعضی ها اعتقاد دارن که کم شده، بعضی ها دارن که زیاد شده، یعنی از کلام مخلوق قاطی شده. ببین اونی که معتقد هست که کلام مخلوق وارد این قرآن شده، منم حرف شما رو قبول دارم، میگم کافرم. دارید از جواب دارید از جواب فرار میکنید آقای خاتمی، دارید از جواب فرار میکنید. نه، من کاملا توضیح دادم، گفتم نه، معتقد نیستم کافر. معتقدم اون کسی که از کلام مخلوق، معتقد کلام مخلوق داخل قرآن هست، بله اون کافر. یعنی به نظر شما قرآن، یعنی به نظر شما قرآن اصلی 17000 آیت بوده؟ معلومه کلام خدا. یعنی به نظر شما قرآن اصلی 17000 آیت بوده؟ من نمیدونم نظر ایشون بوده، من عالم دین نیستم. نظر ایشون نیست، ایشون از امام جعفر صادق نقل میکنه. ظاهر آیه که شما میفرمایید و منم درکم همین هست، نه همین هست، ظاهر آیه حجت است برای همه. حالا عالم دین از روی روایات تفسیر دیگه ای داره خودشونه، ولی ظاهر آیه برای من حجت است. میگم نه، نظر خودم میگم نه. ولی من کسی که اعتقاد داشته باشه بالفرض آیه از قرآن کسر شده باشه، من کافر نمیدونم، میگم نظر خودشو گفته. آیه هر کسی که اعتقاد همه مسلمان ها، اجماع مسلمان ها بر این است، منهای شیعه، اعتقاد اجماع مسلمان ها همه فرق و مذاهب اسلامی بر این است که هر کس به این اعتقاد باشه که یک حرفی از قرآن کم شده یا زیاد شده کافره. تشکرشون. نظر خودشون. تشکرشون. من نظر علمای شیعه رو به این شکل مخواستم بس بدم توی برنامه، حالا قضاوت با بینندگان. قضاوت با بینندگان. بسیار. تشکرشون. زنده باشید. خدا نگهدار. اینکه من این اعتقاد رو دارم، الان من بیام بگم که بینندگان عزیز و گرامی، هر چه که علمای اهل سنت گفتن به ما ربطی نداره، این حرف من هست، مردم میگن آقا تو کی هستی؟ ما وقتی که میگیم تحریف قرآن، اعتقاد اجماع علمای شیعه بر تحریف قرآنه. همان اندازه که روایات صحیح در اثبات امامت دارن بر اساس مبنای خودشان، به همون اندازه روایات صحیح در کتب خودشون مبنی بر تحریف قرآن دارن که علمای بزرگ شما اینا را تایید کردن. به طور مثال وقتی که آقای کلینی میاد قضیه تحریف قرآن رو مطرح میکنه، یکی از علمای بزرگ شما که جناب آقای مجلسی باشد، ایشون این کتاب رو دوستان نشون بدن، مرآت العقول فی شرح اخبار آل رسول، علامه شیخ الاسلام مولا محمد باقر مجلسی، ایشون در مورد حدیثی که میگه ان قرآن الذي نزل به جبرئیل علی محمد صلی الله علیه و سلم 17000 آیه، چی میگه؟ این حدیث موثق است، این حدیث را قبول دارن، رد نکرده. حتی در همین جا من نمیخوام کل اینو بخونم، میگه که ما به همون اندازه‌ای که روایات داریم در مورد اثبات امامت، ببین القرآن الذي جاء به جبرئیل الى محمد صلی الله علیه و سلم 17000 آیه، چی میگه؟ این میگه الحدیث الثامن والعشرون موثق، حدیث رو قبول دارید. الان علامه مجلسی قبول داره قرآن تحریف شده، آقای خاتمی میگه من قبول ندارم، مردم چی میگن؟ آقای خاتمی شما کی هستید؟
شما مجلسی هستید، کلینی هستید، تبرسی هستید، نوری هستید، کی هستید شما؟ در چه جایگاهی در مذهب شیعه قرار دارید؟ امروز که علمای شما بعضی ها میگن نه ما اینا رو قبول نداریم، اینا تقیه است. شما قائل به تقیه هستید؟ میگه 19 دین تقیه، 19 دین تقیه است. بله سلام علیکم، بفرمید. الو. بله سلام علیکم. سلام علیکم آقای انصاری جان. علیکم السلام آقا عبدالله. مخلصم خدا خسته نباشید. سلامت باشید. الله متعال افسدتون کنید. قربت برم، من یک سال دارم شماره رو بیرم. یه درستی نیست. این نماینده های آقای یکی بارد گوه که بشه های ایتالا پینه گیره الله افتاد. با من چه کنید این رو فرمتون بشه. اینا که قرآن رو دوره میزنم. رسم نبا سوات بشه باشه. من رو تو مشهد. ایشالله کارتون بول کرده. زنده باشید، سلامت باشید، الله متعال افزتون کنه. خدا قوتتون بده. ما رفتم خدمت رسونده آقای انصاری، خیلی بیش از اندازه. سلامت باشید آقا عبدالله بزرگوار، الله متعال افزتون کنه. برایتون بشم، ممنونم. خلاصه ما خیلی بیش از اندازه آقای انصاری، خیلی دلون براتون تنگ شده. ما را خیلی سلامتون. علیکم علیکم. خونه بالا شیرامون بود، خونه است نتونست. خیلی سلام آقای انصاری برسید. علیکم و علیه السلام. این دم دمشید ان شاء الله که مخاطب احمد آقا این شماره رو یادداشت بکنید که ان شاء الله من با آقا عبدالله صحبت کنم. کار واجبم باهاتون دارم، فدا تون بشم. تشکر از شما، الله متعال افسدتون کنه. خدا استقرار میده، خدا پشت براتون باشه. سلامت باشید آقا عبدالله، سلامت باشید. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما. بله سلام علیکم. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید. وصاله ها؟ وصاله ها. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ عمر هستم، از ارومیه. از کجا؟ ارومیه. آقا عمر از ارومیه. بفرمایید برادر گرامی. آقا عمر بفرمایید. بله خواستم آقای انصاری صحبت کنم. دارید با من صحبت میکنید، صداتون داره پخش میشه، بفرمایید. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید آقای انصاری. سلامت باشید برادر عزیز. عمر هستم از ارومیه آقای انصاری. الله متعال افزتون کنه آقا عمر، بفرمایید. چند بار زنگ زدم آقای انصاری، میخواستم واقعا چهره نورانی شما رو خیلی وقت ندیده بودم، باهاتون صحبت کنم در مورد. الو. بله بفرمایید. در مورد اون برنامه‌ای که یک کلیپی از آقای نمیدونم آقای یزدانی بود پخش کردین، در مورد اون دروغی که به محمد ابن عبدالوهاب نسبت داده بود. درست. من در مورد این با آقای زنگ زدم. ولی خب اون تفره رفت، گفت نه من نگفتم، نمیدونم یه همچین حرفی. بله اینا که این اخلاقشونه، عادتشونه. همین الان قضیه همین دروغی که در مورد امام ذهبی دارن میگن که گفته محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست. ببینید 2 ساله که همشون بسیج شدن که از یک دروغ قزوینی دفاع بکنن، نمیتونن. بله. من در این مورد یه برنامه واسم پیش اومده بود، زنگ زدم به آقای نمیدونم اسمش چی بود، به شبکه‌شون زنگ زدم در مورد این که گفتم مثلا اگه یک کسی بخواد به قرآن قسم دروغ بخوره حکمش چیه؟ گفت باید کفاره بده. درست. گفتم بابا تو اصلا تو مذهب ما این همچین چیزی نیست. اگه من بخوام پول شما رو بخورم، 50 میلیون پول شما رو بخورم، اگه بیام به قرآن علکی قسم بخورم باید کفاره بدم؟ بعدش که متوجه شد که بابا برنامه چیز این حرفا نیست، گفت نه اون که کفاره به اونم کفاره نداره اون. درست.
تشکر آقا عمر، انشالله در این مورد هم صحبت میکنیم. مطلب دیگری هم دارید؟ خیلی ممنونم. زنده باشید. تشکر شما. خیلی ممنون آقای انصاری. زنده باشید. خدا نگهدارت. خدا نگهدار. قضیه این که یکی انسان یک عمل خلاف رو انجام میده، این حکمش جداست. در اثنای این عمل خلاف شما یک عمل خلاف دیگری رو انجام میدید، این حکمش جداست. یکی میره مثلا ربا میخوره، این حرامه، حکمش هم معلوم هست، جزا و سزای این شخص رو هم رسول الله صلی الله علیه وسلم در احادیث فراوانی ذکر کردن. این ربا خوردن خودش یک جرم است. کسی در اثنای ربا خوردن میاد قسم دروغ هم میخوره، این حکمش جداست. هر گناهی که شما انجام میدید جداگانه بازخواست میشید و مجازات میشید و احکام ویژه و خاص خودش رو داره. یعنی حالا یک کسی بگه که چون طرف مثلا داره حرام میخوره، بقیه گناهانی که داره انجام میده، دروغ میگه، کلاهبرداری میکنه، تلبیس، خیانت، قسم دروغ، اینا که میخوره، اینا جرم محسوب نمیشه، اینا یعنی به اصطلاح سزایی نخواهد داشت. نه، هر عمل زشتی که شما انجام میدید جداگانه جزای خودتون رو میبینید و باید در قبال آنچه که از احکام شریعت اومده، باید اگر که قضیه مثلا کفاره هست، قضیه نمیدونم احکامی که در شریعت وجود داره، شما در قبال تک تک این گناه ها مسئولید. و این چون یک گناه بزرگتری رو انجام میدید و گناهان کوچکتری که پایین تر از این هست نباید محاسبه بشه، نه فکر نمی کنم این حرف درستی باشه. تشکر از شما و انشالله این مطلب رو احمد جان اگر یادداشت بکنن در روز دوشنبه آینده در برنامه پرسش و پاسخ در موردش صحبت بشه مفصل. و من بازم تکرار میکنم که ما منتظر هستیم که آقای قزوینی یا کسانی که با ایشون هستن، حتی شریفی، تماس بگیرن و در مورد دروغی که قزوینی گفته که محمد بن اسماعیل بخاری رو امام ذهبی ثقه نمیدونه، مدرکی ارائه بدن و این سکوت اینها و این فرار اینها از جواب دادن نشان دهنده باطل بودن اعتقاد و مذهب و دین اینهاست. بله، سلام علیکم. الو، سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. چه حال داری؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت باشید. تشکر از شما. ما از چیزین مارکه بزنم با شما، بسیار بسیار سخت بود که ما با شما شی شدیم، با تماس شدیم. امی پروگرام شما چرا نیست؟ تا چه یک پروگرام است که اونجا میار بیگب میزنه بعد ما جگر خون شدیم که آل خوی نشکر الحمدلله شما هستین. بعد از این من نمیفهمم چطور میشه؟ ما فقط در موقع برنامه های زنده بر روی این فرکانس هستیم، فقط موقع برنامه های زنده. چند بجه شما شروع میشین در اینجا؟ برنامه آن روی سکه تقریبا ساعت 7:30 شب به وقت عربستان سعودی شروع میشه، به وقت مکه مکرمه. بله، آل خوی هستین، آل خوی نمیجه ما شما به تماس هستیم، گفت میزیم شما رو میبینم. ما بسیار جگر خون شدم، گفتم چرا قطع شده پروگرام شما. انشاءالله دوباره برمیگردیم خواهر گرامی، شما دعا بکنید الله سبحانه و تعالی کمک بکنه دوباره برمیگردیم. همچنین ماهواره یوتلسات، ستلایت یوتلسات. با شما در موبیل گپ میزنم، از طرف چی نمیشه بخیلیم پرگر، از تلفن خانه نمیشه. درست درست. بله. تشکر از شما خواهر گرامی. بله، بیننده برنامه باشید. ایره شما قطع نکنین، باز ما بسیار جگر خون میشیم این پرگرام که شو از ما شما بسیار چیزا ما میزنیم. حتما انشالله، حتما انشالله. شما گفتین ببخشین، گفت چی وقت بخیر باز پس همون رقمی سابقه واری بشه؟ انشاءالله ظرف یکی دو هفته آینده دعا بکنید. خدا کنه که بخیر شوا بسیار. آمین. آمین. ما بسیار جگر خون شدیم، دیدیم بچه ما گفت که چرا ای تقره شد نمیفهمم. بازالی که زنگ زدم با بسیار تکلیف زنگ زدم به شما. زنده باشید خواهر گرامی. زنده باشید. زنده باشید. شما پروگرام شما رو ما بسیار خوش داریم، کلگی شما رو بسیار مردم آزار میده، خدای اینا رو آزار بده. آمین آمین آمین. تشکر از شما. تشکر از شما. تشکر از شما. زنده باشین. وقتی زنده باشین. سلامت باشین. دعا کنین باقی ما. الله مطالب ستون کنه. الله مطالب ستون کنه. زنده باشید. تشکر از شما. از لندن گپ میزنین؟ بله.
تشکر 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 باشه. وامان خدا. خدا نگهدار شما. وامان خدا. بله سلام علیکم. سلام علیکم بفرمایید. سلام آقای انصاری چطورید؟ الحمدلله. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ جواد هستم از خراسان ایران. خسته نمیشید آقا جواد بزرگوار، بفرمایید. برنامه چجوری قطع شده؟ بقیل برنامه زندر ما ببینیم بقیش قطع چجوری آقای انصاری؟ بله فعلا متاسفانه فقط روی این فرکانس میتونیم فقط برنامه زنده رو داشته باشیم. دعا بکنید که الله سبحانه و تعالی کمک بکنه تا بتونیم فرکانس جدیدی داشته باشیم در هوتبرد انشاءالله. انشاءالله. سوال داشتم راجع به زکات، وقت برنامه زمانه که سوال کنم یا والا این سوالات شرعی رو اگر از برنامه پرسش و پاسخ بپرسید بهتر خواهد بود برادر عزیز. چند شنبه هست؟ روزهای دوشنبه، دقیقا همین ساعتی که برنامه آن روی سکه شروع میشه روزهای دوشنبه برنامه پرسش و پاسخ داریم. ممنون آقای انصاری. تشکر جواد آقا. الله متعالفستون کنه. تشکر. موفق باشین انشالله. زنده باشید. سلامت باشید. دوستان عزیزی که الان دارن ما رو رو هوتبرد میبینن رو فرکانس 11317 سعی کنن که ماهواره یوتلسات رو نصب بکنن. ماهواره یوتلسات، احمد جان اگر که این تصویر رو نشون بدی، این ماهواره یوتلسات فرکانس 11387 عمودی یا H، سمپلرتش از 27500 و 3.4. روی این فرکانس در ایران، افغانستان، تاجیکستان خیلی راحت میتونید بدون پارازیت این برنامه های ما رو ببینید. البته سعی میکنیم که رو عربساد یا بدر و روی هوتبرد فرکانس جدید انشاءالله برگردیم. منتها یوتلسات به شما کمک میکنه که مشکل پارازیت نداشته باشید. ماهواره یوتلسات 7، این کسانی که با ماهواره اون چیزا سر و کار دارن، اگر از اینا بخواید که یوتلسات 7 رو براتون نصب بکنن، خیلی با قیمت ناچیزی این نصب میشه و شما میتونید که با فرکانس 11387 خیلی راحت برنامه ما رو بدون پارازیت ببینید. تشکر احمد جان. سلام علیکم. الو. بله سلام علیکم بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. حال شما خوب؟ الحمدلله. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ این روحانیت شیعه متاسفانه همش دارن درویی و دروغگویی و دروغ پردازی میکنن. درست درست. و یکی در مسئله خدمتون عرض کنم، شما دیگه این خودتون رو زحمت چه بکشید توجیه بدید. درست. فرمودن که از قلیم گفتن اصل بد نیکو نگردد، چون که بنیادش بد است پرتو نیکان نگیرد، آن که بنیادش بد است. درست. خواهش شما دیگه خودتون با عقل و علمی که خودتون الحمدلله دارید اینا تعریفش کنید که اینا جز دروغگویی و دروغ پردازی و دروغی و تجدید دیگه چیز دیگه بلد نیستن. درست درست درست. متشکر بشم از شما. خدا تشکر. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. ببینید اساس مذهب عبدالله ابن سبأ یهودی، مؤسس رافضه‌گری، ما یک شیعیان رافضی داریم، یک شیعیان علوی داریم. همونطوری که در ایران دکتر شریعتی وقتی اصطلاح شیعیان علوی و شیعیان صفوی رو آورد، این یک واقعیت است. دو مرحله ما در تاریخ داریم که تحولاتی در اعتقادات شیعیان ایجاد شد. یکی دوران عبدالله ابن سبأ یهودی، این یک واقعیتی است که ما در زمان خلفای راشدین، در زمان سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه، ما عده‌ای رو داشتیم که گرد سیدنا علی بودن، به اینا میگفتن شیعیان علی.
و عده‌ای بودند دور عثمان، شیعیان عثمان، عده‌ای بودند دور معاویه میگفتن شیعیان. اصلا کلمه شیعه یعنی پیرو، و هر کدوم از اینا از همون کسی که به اصطلاح شیعش بودن خط میگرفتن. در اون زمان شیعه به عنوان یک مذهب نبود، به عنوان یک اعتقاد نبود. یعنی شیعه علی در زمان علی با اسلام مشکل نداشت، با قرآن مشکل نداشت، اعتقاد به تحریف قرآن نداشت، اعتقاد به امامت نداشت، اعتقاد به عصمت نداشت، اعتقاد به خمس نداشت، اعتقاد به لعن صحابه نداشت. بلکه قضیه سیاسی بود. مثل امروز، آیا طرفداران موسوی و کروبی شیعه هستن یا نیستن؟ هستن. طرفداران خامنه‌ای شیعه هستن یا نیستن؟ مردم چی میگه؟ اینا پیروان خامنه‌ای هستن، اینا پیروان کروبی و موسوی هستن. همدیگر رو لتو پار میکنن، به خون همدیگه تشنه هستن. دیدیم تو خیابونا با ماشین رو شیعیان اثناعشری رفتن لتو پارشون کردن، با گلوله زدن، کشتن، با گاز اشکاور خفه کردن و در کهریزک تجاوز کردن، در زندان ایوین به دار کشیدن. خب همه اینا شیعه بودن. چیه؟ یه گدهی پیرو به خط سیاسی خمینی هستن، خامنه‌ای هستن. عده دیگه میگن ما هم پیرو به خمینی هستیم، منتها ما از خط موسوی و کروبی به اصطلاح حمایت میکنیم. در اون زمان جریان این چنین بود، یعنی یک حرکت سیاسی بود. تا اینکه عبدالله ابن سبع یهودی که یکی از بزرگان یهود بود، این به ظاهر اسلام آورد. چون که یهود میدونید که دشمنی دیرینه با اسلام داره، بنی قریظه و بنی قینقاب و بنی نظیر و یهود خیبر ضربات سهمگینی رو خورده بودن از اسلام و مسلمان ها، خاصتا از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که فاتح خیبر بود. خیبر به دست مبارک ایشون فتح شد. گفتن چطور بیایم انتقام بگیریم؟ اومدن به ظاهر اسلام آوردن، اونم در لباس تشیع. گفتن ما شیعیان علی هستیم. هر جای میرفت عبدالله ابن سبا میگفت که بله علی انسان خوبی است، علی بر حق است، علی فلان است. در لابلای این حرفا عقاید رافضه‌گری رو در بین مردم پخش و نشر میکرد. تا اینکه قضیه به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رسید و یک سری جریانات دیگری هم که در اون زمان رخ داد، قضیه مثلا جنگ جمل، جنگ صفین، دشمنی هایی که بین سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و معاویه در شام بود، اینها سبب شد که بستر مناسبی برای نشر افکار رافضه‌گری عبدالله ابن سبع یهودی ایجاد بشه. بعد از اون اینا اومدن یک سری عقاید خودشون رو در قالب تشیع به خورد مردم دادن. طبعا شما در مثلا در هندوستان برید 8-9 هزار فرقه و مذهب، و بعضی از این فرقه ها شاید یک نفرم طرفدار نداشته باشه، منتها یکی اونجا نشسته خودشو یک فرقه به اسم خودش درست کرده، در بین مسیحیت، در بین مذاهب و ادیان دیگه وجود داره، و هدهی طرفدار اینا شدن. کم کم دشمنان اسلام از سراسر سرزمین های اسلامی به این حرکت عبدالله ابن سبع یهودی پیوستن، مانند مختار ثقفی و غیره. در لباس محبت علی و تن بر صحابه و لعن صحابه، این افکار رو گسترش دادن که من انشاءالله این مطلب رو از کتاب خودشون براتون میارم. تحول دومی که رخ داد در این مذهب زمانی بود که صفوی ها که صوفی های خرافی بودن، اینها شیعه شدن. اینها که شیعه شدن، شیعه های متعصبی هم شدن، و بعد از اون بعضی از علمای رافضی رو از جبل آمل لبنان آوردن، و بعضی هم در دربار اینا مانند علامه مجلسیشون جا گرفتن، و این مجلسی که این همه مثلا 110 جلد بهار الانوار نوشته، این در دربار صفوی بود، یکی از پاچخاران صفوی ها بود. اینها اومدن ایران رو به زور شیعه کردن، یا شیعه میشی یا اینکه میکشیمت، و آتیش میزدن، زنده زنده میسوزاندن. به خاطر همین تا هنوز هم به اهل سنت میگن پدر سوخته. شیعه به اهل سنت میگن پدر سوخته، به افغانی ها مثلا میگن پدر سوخته. این اصطلاح از همون زمان مونده. اطفال اینها رو، کودکان اینها رو که اسیر گرفته بودن، پدر و مادرای اینها رو که شیعه نشده بودن سوزانده بودن، به اینا میگفتن اینها بچه های پدر سوخته هستن که پدرشو ما سوزاندیم.
این اصطلاح پدر سوخته از اون وقت مونده. و بعد از اون بچه ها اینا رو فرستادن، اینها رو به اصطلاح دختراشون رو فرستادن، للاسف شدید این حقایق تاریخی باید گفته بشه، دختران اهل سنت رو فرستادن به فاحشه خانه ها و بچه هاشون رو فرستادن به غلامی به دربار صفوی ها و فاحشه خانه های رسمی داشت، خواستن شاه اسماعیل و شاه عباس و اینا، و حتی از این فاحشه خانه ها مالیات میگرفت. بچه هایی که از این فاحشه خانه ها به وجود می اومدن تبدیل می شدن به آخوند، چون حوزه علمی درست کرد، اولین حوزه علمی که در اون زمان درست شد و این القاب آیت الله و عجت الاسلام و آخوند و اینا از اون زمان به وجود اومد. این بچه های بی سرپرستی که در فاحشه خانه به دنیا آمدن، اینا رو برای اینا حوزه علمی درست کردن، به اینا دروس دینی دادن، اینا شدن آخوند. از اون زمان که آخوند بلای جان ملت ایران شده و برای جان مسلمان ها شده تا امروز. انشاءالله ما در این مورد برنامه ویژه خواهیم داشت در مورد این حقایق جنایات صفویت، که این مسائل همه‌شو مفصل انشاءالله از مصادر تاریخی ذکر خواهیم کرد. به زودی انشاءالله این برنامه پخش میشه در وصال حق. این کلن جریان این هاست. این عبدالله ابن سبع یهودی، من این مطلب را از اینجا نشون بدم، این فرق شیعه است. اینم شناسنامه کتاب و اینجا فرقه 54 در صفحه 32 فرقه شیعه میاد، میگه که اینا فرقه بودن وقتی که علی رضی الله تعالی عنه که از دنیا رفت به شهادت رسید، گفتن که علی کشته نشده و نمرده و بلکه زنده میشه، بلکه زنده است و تا وقتی که عرب رو با عصای خودش به اصطلاح هدایت نکنه و دنیا رو پر از عدل و داد نکنه، ایشون از دنیا نمیره. یعنی اولین کسانی که ادعای مهدویت کردن برای حضرت علی کردن همین فرقه. این اولین فرقه ای بود که در اسلام در قضیه وقف، یعنی بعد از نبی صلی الله علیه و سلم، قضیه امامت رو مطرح کردن. اول من قال منها غلو رو مطرح کردن. این فرقه رو سبعیه میگفتن، اصحاب عبدالله ابن سبع، و این کسی بود که ظاهر کرد تن بر ابوبکر و عمر و عثمان و صحابه رو و از اونها اعلان براءت کرد و گفت که علی نمرد، علی ایشون رو امر کرده به این چیز، مانند که امروز اخوندا اینو میگن. علی ایشون رو گرفت و در مورد این حرف پرسید، ایشون اقرار کرد، ایشون امر کرد علی که این رو بکشید. مردم داد زدن ای امیرالمومنین، کسی رو میکشی که دعوت به محبت شما میکنه و بعدم ایشون رو اعلان براءت از دشمنان تو میکنه. پس ایشون رو تبعید کرد به مدائن و گروهی از اهل علم از اصحاب علی گفتن که عبدالله ابن سبع یهودی بود، اسلام آورد، ولایت علی رو قبول کرد و زمانی که یهودی بود میگفت یوشع ابن نون امام است بعد از موسی. بعد از اسلام همین حرف رو بعد از وفات نبی صلی الله علیه و سلم در مورد علی گفت و اولین کسی که شهادت داد در مورد فرضیت امامت علی و اعلان براءت کرد از دشمنان علی. صفحه بعدش میریم و ایشون چیکار کرد؟ و کاشف و مخالفین اون رو افشا کرد و اونا را تکفیر کرد. و از امین جاست که کسانی که با شیعه مخالف هستند میگویند که اصل رافضه‌گری از یهودیت گرفته شده. متوجه شدید؟ این سند از کتاب خودشون. این کتاب رو نه وهابی‌ها نوشتن، نه آل سعود نوشته و نه، در کتاب خودشون هست. این هم از بهار الانوار، دقیقا همین مطلب در جلد 25 صفحه 286. تشکر میکنم احمد جان. دقیقا همین مطلب در الانوار النعمانیه، الانوار النعمانی از نعمت الله جزائری، شناسنامه کتاب، سال چاپش، فرقه سبعیه. دقیقا همین مطلب صفحه 205. تشکر میکنم احمد جان. اینم فرقشی از نوبختی، اونجا از قومی و نوبختی بود، اینجا فقط از نوبختی است. دقیقا همین مطلب فرقه سبعیه، اختلاف شیعه علویه بعد از قتل امیرالمومنین علی علیه السلام از سبعیه. میگه بعد از علی شیعه به چند دسته طرف به اصطلاح تقسیم شدن، سه فرقه ای که یکی گفت که علی نمرده و یکی گفت، خلاصه همین عبدالله ابن سبع کسی بود که ظاهر کرد تن بر ابوبکر و عمر و عثمان و صحابه رو و از اعلان براءت کرد. وقتی که ما میگیم اصل این آخوندا
اساسشون از یهودیت است، دلیل ما کتابهای خودشون است که این مطالب اومده و این یک واقعیت انکار ناپذیر است که خودشون رو بکشن نمیتونن این رو انکار بکنن. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم، خسته نباشید. وصال حق. وصال حق، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ بشیر ناصری هستم، مهاجر افغانستان از انکارای ترکیه. بشیر جان، حال شما خوبه؟ بفرمایید. سلامت باشی. با خود آقای انصاری مخاطب صحبت کنم. دارید با خود آقای انصاری صحبت میکنید. خسته نباشید. خوب هست شما. سلامت باشید بشیر جان. الله متعال حفظتون کنه. بفرمایید. ماشاءالله ماشاءالله هزار ماشاءالله، نام خدا، خداوند توفیقتان بدهد. آمین. که از هیچ کس نمیترسید جز از خدا، از این رافضیان، از این امام خامنه ای، از هیچ کس نترسید. واقعا خداوند توفیقتون بده. الله مولانا ولا مولا لهم. الله مولای ماست و اونا مولایی ندارن. امیدوارم که همکارای شما خداوند جنت الفردوس نصیبشان بکند و با شما با همه مسلمان ها. آمین. و اونهایی که دشمنای اسلام هستن خداوند جهنم دوزخ نصیبشان بکند. اونا که دشمنای ما شما التصنو هستن خداوند جهنم دوزخ نصیبشان بکند. آمین. اول دعا بکنید که الله سبحانه و تعالی هدایتشون بده. اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابودشون بکنه، الی جهنم و بئس المصیر. الله آمین. خداوند توفیق شما بده که ما شما را داریم. نام خدا، نام خدا هزار مرتبه ماشاءالله. خداوند توفیق دام بده که همیشه ما دعاگوی شما هستیم. برنامه‌تون همیشه نگاه میکنیم. حالا ما یک و نیم ساعت زنگ میزدم که اصلا رخ نمیشد. حالا الهیشم که رخ شد، صدای شما رو هم شنیدیم. الحمدلله. خداوند توفیق دادن، دعای بویتون هستیم. هیچ آمین. وقت عقب نشینی نکنید. انشالله با همی طور که هستین ادامه بدید تا آخر. انشالله. شما دعا بکنید برای ما برادر عزیز. ما اینقدر دعاگویتون هستیم که خداوند قبول کنه. خداوند قبول کنه در نماز، در همه جا. یعنی قسم حق نیست که ما دعای شما میکنیم انشالله. زنده باشید. خدا حافظ. خداوند عمرتان زیاد بکنه. با همکارانتان سلام برسانید. علیکم و علیکم السلام. زنده باشید. خدا حافظ. خدا حافظ شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. بفرمایید برادر عزیز، صدا شما داره پخش میشه. حالتون خوب است استاد؟ سلامت باشید، بفرمایید. علیمان رستم از تاجیکستان. بفرمایید برادر عزیز. همین رو گفتنی بودم، علی شرفی یک نقلی هست با ما پیران نقل کرده بودن. در یک مسجد دو دروغ نشسته بودن و یکی از آنها بسیار دروغ می گفت و دیگری راست می کرد و مثل قزوینی دروغ می گفت و شریفی می خواهد رو راست کنه. بعد یک سهر وقتی چیست می گوید که همین شب یک سگی از عثمان جکی مثل چی اوز براورد. شخصان جمع شدن میگن این دروغ تو گفتی اکنون فهمیدن که تو دروغ هستی. خواستن اون رو لطف کوب کنن. بعد هرچند سوی اون همراه خود نگاه میکرد هیچ فکر در حقیقه اون نمی آمد. بعد گفت ایستید راست میگوید انسان. همیشه من شاهد بودم، دیدم که سگی ما رو کوچکی مایده رو یک اقوبه گرفت و با آسمان رفت شاید آوازی اون روشنده باشد. بعد خد روهاش میکنند میبرویند از درون مسجد و همراهش میگوید که برای چی بروقتر نگفتی قریب که مرا میکشتن. بعد اون میگوید که او زمین چیکار کرده بود که تو به دروغ آسمانی برامدی؟ در زمین دروغی نبود که اینها همون از تنکی استاد دروغ آسمانی میگویند. برای همون همه میدوند که شکل و شبهه دروغوی اینها باور کن یک شرمنده هستند و میخواهم دفاع کنن از خود. خداوند شما رو حفظ کند. خیلی وقت شدی با شما در تماس نبودم. حضوران شکر که و احمد آقا هم سلام ما رو رسونه. علیکم علیه السلام. در حق ما هم دعا کنید، ما هم در حق شما دعا کنید. الله متعال حفظتون کنه و سعادت دنیا و آخرت نصیبتون کنه. تشکر برادر عزیز تاجیک. رحمت بر شما. بله سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، بفرمید. ما همچنان منتظر تماس آقای قزوینی و دار و دستش هستیم که از دروغ قزوینی در مورد امام محمد ابن اسماعیل بخاری که گفتن ذهبی ایشون رو ثقه نمیدونسته و تضعیف کرده بیان و از این دروغ قزوینی دفاع بکنن. سکوت اینها، عدم تماس اینها نشان دهنده باطل بودن دین و مذهب و اعتقاداتشون هست و فرارشون از مقابله حق، و دائما این رو ما ثابت کردیم که وصال حق بر حق هست و اینها بر باطل هستن و حرفی برای گفتن ندارن. و انشاءالله همچنان که در گذشته کلیپ‌های پخش کردیم از اینها، دروغ‌های اینا رو به شما نشون دادیم، به همین روش ادامه خواهیم داد و در هر برنامه کلیپ‌های اینا رو پخش خواهیم کرد تا چهره واقعی این کذابان دروغگو رو مردم بشناسن. برای رفع خستگی شما عزیزان یک کلیپ دیگه هم پخش بکنیم، باز بارگاه زرگری. خدا کنه که این کلیپ جالبی باشه. بارگاه زرگری اسمش که عجیب و غریب هست. ببینیم که این بارگاه زرگری چیست. این کلیپ رو با هم میبینیم و دوباره خدمت شما عزیزان برخواهیم گشت. بارگاه زرگری. عظمت حرم حضرت معصومه که باز نص صحیح وارد شده که زیارت فاطمه در قم موجب وجوب بهشته. حالا مقام خود او چقدر عظیمه که زیارتش منشأ میشه برای ثبوت بهشت برای زائر حضرت معصومه. آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چرا آخوندهای شیعه چنین ثوابهای گزافی را برای زیارت کعبه و یا مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذکر نمی کنند؟ و آقا هر سال میره مکه، هر سال میره عمره، چه خبره؟ واجب یه بار، حج یه بار واجبه. چقدر میرید مکه؟ امام صاحب محمود مسجد الحرام نگو، بگو باغ وحش. نگاه کن یه ما سگ، خوک، شغال، گرگ، خرس، الوغ. مسجد الحرام نگو، بگو باغ وحش. نگاه کن یه ما سگ، خوک، شغال، گرگ، خرس، الوغ. دور کعبه دارن طواف میکنن. بو وسیل میگه وقتی بین دو انگشت امام صادق نگاه کردم دیدم وای پر است از حیوان. امام صادق فرمود آقای ابو وسیل آدما رو بشمار. میگه به جان امام صادق شمردم 4 نفر آدم بیشتر نبودن، همه حیوان. از دم، از دم. نمیدونید تو مکه چه خبر است؟ نمیدونید. به خدا قسم اگر من یک سری از این حقایق مکه رو براتون بگم حالتون به هم میخوره. از هرچه حاجی حالتون به هم میخوره، دیگه دیدن هیچ حاجی نخواهید رفت، خدا شاهد. اما نمیتونیم بگیم، دستمون بسته است. نمیدونی چه خبر است؟ نمیدونی. در یکی از همین شبهای ماه رمضان که اونجا بودیم صحبت شد اینها فحشا در خود مکه مکرمه، حداقل در 3 کیلومتری 2 کیلومتر نیم در زیر یکی از پلها که اگر بگم می‌درستم اشاره به فحشاست. اونجا بعد از ساعت 12 یکی بعد از نیمه شب زنان و افراد فاحشه می‌آمدن اونجا و خودمون با چشم خودمون دیدیم. از آنجایی که مکه و مدینه در طول تاریخ تحت سیطره رافضیان نبوده و توانایی بهره برداری مالی از آن را نداشتند، چنین روایاتی را در فضیلت این دو شهر و یا حتی زیارت قبر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم جعل نکردند و حتی چنین روایاتی در مورد ائمه شیعه که در بقی دفن شده‌اند نیز وجود ندارد و تنها نام ائمه‌ای که در عراق و ایران مدفون هستند
و در برهه‌هایی از تاریخ شیعیان بر آن اماکن سیطره داشتند در این روایات به چشم می‌خورد. لذا با جعل چنین روایاتی و ثواب تراشی گزاف در مورد زیارت قبر ائمه تلاش می‌کردند که از احساسات شیعیان بهره برداری کرده و اموال آنها را به غارت ببرند. آری، در عراق و ایران ده‌ها هزار گنبد و بارگاه و امامزاده وجود دارد و آخوندهای شیعه با پذیرفتن منصب تولیت آن امامزاده‌ها خزینه خود را پر کرده و به ریش انسان‌های ساده‌لوح می‌خندند. به راستی آیا ایده برابری زیارت معصومه با بهشت شبیه به سندهای غفران و بخشش بهشت توسط راهبان مسیحی نیست؟ بینندگان عزیز گرامی، اینا برای فضائل تراشی واقعا مذهب عجیب و غریبیه، یعنی هرچی که بتونن در این مورد میگن. جالب است که کلیپی هم من داشتم، انشاءالله این رو هم خدمتون پخش خواهم کرد که چطور فضیلت میتراشن برای قم، این مرکز فساد آخوندا. میبخشید، مرکز فساد آخونده رو در قم میگن که سه تا از درهای بهشت به طرف قم گشوده میشه. البته این بهشت آخوندی از احمد جان، اگر این کلیپ رو دوستان بتونن برای من بفرستن، چون این لینکی که هست مثل این که باز نمیشود. این مطلب رو الان من از صفحه نشون میدم خدمتون که ادعا میکنن که بله، از درهای سه تا از درهای بهشت به سوی قم. اینو نشون بده احمد جان تا این کلیپ برسه لینکش. سه در از درهای بهشت به سمت قم گشوده میشود، خبرگزاری دانشجویان ایران. ببین چطور مردمو دارن فریب میدن. درهای مصیبت ملت ایران از طرف قم باز میشه. اینجا میگن سه در از درهای بهش به سمت قم باز میشه. مشاور فرنگی ستاد نماز جمعه تهران با اشاره به ولادت حضرت معصومه به تبیین شخصیت این بزرگوار پرداخت با ذکر حدیثی از امام کاظم تاکید کرد قم آشیانه محبین اهل بیت است. در ادامه در این قسمت، بله، در مورد جاهای دیگه هم صحبت میکنه و در مورد اینکه سه تا از درهای بهشت به طرف شهر قم گشوده میشه و دلیلش هم این که قبر حضرت معصومه در اونجا هست. این گونه ملت رو فریب میدن. با ببینید، مشاور فرنگی ستاد نماز جمعه تهران ادامه داد در قرآن کریم نیز آمده است که بهش دارای 8 در است و 3 در از این 8 در به سوی قم باز می شود. امیدواریم که این مشاور فرنگی ستاد نماز جمعه تهران این آیه قرآن رو که گفته که 3 تا از این درها به طرف قم باز میشه برای ما بیان بکنن، چون در قرآنی که در نزد ما هست این آیه وجود نداره که 3 در از درهای بهش به طرف قم باز میشه. شاید در اون قرآنی که دست امام زمان هست، الله اعلم، شاید در اونجا وجود داشته باشه این مطلب. و این واقعا نشون میده که چقدر این آخوندها بدبختن که با این دروغ پردازی و با این داستانها میخوان ملت رو فریب بدن. این کلیپی که دوستان اگر اینو صدا تصویرش رو داشته باشن، بله، امام صادق سلام الله علیه فرمود بهش 8 تا در داره، 3 در از 8 در بهش به قم باز می شود. این خیلی مهمه
اگه بهش 8000 تا در داشت، 800 تا در داشت، 3 تا در خیلی مهم نبود. 3/8 بهش ورودیش از قومه. بله بینندگان عزیز گرامی، دیگه کی به کیه؟ هرچی که دلشون خواست میگن، دین خودشون، مذهب خودشون، کشور خودشون، ملت هم که اسیر و برده اینا هستن. هر دروغی رو هم که گفتن مردم باید قبول بکنن. قبول نکردی؟ وای به حالت، میشی ضد ولایت فقیه، میبرن تو کهریزک، پدرت رو در میارن، یک سونا جکوزی باحال بهت میدن که دیگه غلط بکنی که در مورد نظام و در مورد آخوند صحبت بکنی، و اگر آخوند بودی که دیگه اونجا سر و کارت با دادگاه ویژه روحانیت. بله سلام علیکم، بفرمایید. علی سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ فاطمه احمدی هستم از ایران. بفرمایید فاطمه خانم. ببخشید می‌خواستم با شبکه وصال حق صحبت کنم. دارید با وصال حق صحبت می‌کنید؟ صدای شما داره پخش میشه در برنامه زنده. بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید خواهر گرامی، بفرمایید. دست شما رد نکنه بابت این شبکه که الان شما داریم پخش میکنیم. سلامت باشید خواهر گرامی، صدای تلویزیونتون رو ببندید، با تلفن صحبت کنید. باشه، تلفن صحبت کنید. بفرمایید. واقعا دست شما رد نکنه بابت این شبکه که الان شما پخش کردید. سلامت. این چند مدتی که این شبکتون قطع شده بود اصلا نمیدونستیم که چیکار کنم. الله متعال حفظتون کنه. دعا بکنید که انشاءالله الله سبحانه و تعالی کمک بکنه که دوباره بتونیم در هوتبرد برگردیم. تماس خواهرمون قطع شد. تماس بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، کارید. علیکم السلام و رحمت الله. الو، بفرمایید. آیا انصاری؟ آیا انصاری، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من موسوی هستم، از شوشتر تماس میگیرم. آقای موسوی از شوشتر، بفرمایید. آیا انصاری، یه سوال داشتم خدمتتون در مورد ایل قدیر خون. بفرمایید. که جناب خلیفه دوم به حضرت علی گفته بود بخم بخم تبریک میگفتش، منظور این هر چی توی سایی مسلم من دیدمش اومده شما، چون تو گفته های شما که اومده میگین که این به خاطره که مثلا اختلاف داشتن با افراد صحابه، میخواست پیامبر بهشون بگه که مثلا این اختلاف ها رد بشن و از این چیزا، بعد این توبت هایی که پس این تبریک گفتن چی بوده؟ خب تبریک گفتن خیلی عادی، تبریک گفتن به خاطر این بوده که اون شبهه‌ای که در مورد حضرت علی مطرح کرده بودن برطرف شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک مدال افتخاری به سیدنا علی داد. قضیه امامتی در کار نبوده. یعنی به نظر شما مثلا این تبریک گفتن که گفت شما هستید من مولای من و مولای تمام مسلمین، به چه داری مثلا این حرف رو زد؟ اصلا دلیلی بود برای این قضیه یا این که همینجوری؟ آقای موسوی برادر بزرگوار، الان یک بله، شما مثلا آقای موسوی رو کسی از علمای بزرگ، کسی از انسانهای صالح، از اولیاء الله بگه که آقای موسوی خیلی آدم خوبی است، ولی از اولیای الهی است. من بیام بگم آقای موسوی من به شما تبریک میگم، اصبحت ولیا، یا مؤمنین ولی هم دیگر هستن، یعنی در قرآن کریم ولی به معنی دوست، به معنی کسی که کسی رو دوست داره و به معنی امامت نیست. اگر شما یعنی قبل از واقعه قدیر خم حضرت علی امام نبودن، در قدیر خم امام شدن. شما که ادعای امامت میکنید از یوم الدار در مکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میگید که همه رو جمع کردن گفتن که امام و جانشین بعد از من علی است، دیگه چه نیازی بود که در قدیر خم این مسئله رو مطرح کنه؟ و قدیر خم دیگه که اومده دیگه اتمام حجتش کرده باشه دیگه، قدیر رو گفته، اومده گفته که آیا من مثلا مولای شما بودم یا نبودم، آیا از من بدی دیدین یا نه، آیا قرآن تا مثلا دین کامل بهتون رسید. اون موقع بود که دیگه آیا سوره آخر دیگه به پیامبر نازل شد، درسته؟ در اونجا نه، در عرفات نازل شد. در عرفات نازل شد. در عرفات نازل شده بود؟ بله. ممنون لطفتون. تشکر برادر عزیز. تشکر شما.
در عرفات الیوم اکملت لکم دینکم نازل شد، بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم خطبه عرفات رو گفتن و وصایای اخیرشون رو برای امت ایراد کردن. غدیر خم منطقه‌ای است در مسیر راه حجاج مدینه. ما فیلمی داریم در مورد غدیر خم که در ایام غدیر خم ان شاءالله دوباره پخش خواهیم کرد این رو. غدیر خم منطقه‌ای است که تقریبا حدود 200 کیلومتر از مکه فاصله داره. در غدیر خم مسیر حجاج مدینه است. بعد از اینکه شام و عراق و این مناطق فتح شد، مسیر حجاج شام و عراق هم بود. اما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم این مسیر فقط مسیر حجاج مدینه بود. ما همه شهر مکه رو داریم که مسلمان شده بودن. یمن رو داریم که مسلمان شده بودن. اطراف مکه مانند طایف و این مناطق رو داریم که مسلمان شده بودن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 200 کیلومتر از مدینه خارج شدن. بعدش در غدیر خم، بنابر اعتقاد شیعه، در غدیر خم مردم رو جمع کردن، گفتن که بله میخوایم امامت حضرت علی رو اعلان بکنیم. مکارم شیرازی هم در تفسیرش اومده دروغ گفته، که دروغ به معنی کلمه، گفته که این مسیر حجاج مصر و نمیدونم شام و فلان بود. در اون زمان مصر و شام اصلا فتح نشده بود زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما چون میخوان، چون دروغ گفته بودن به شیعیان که اینجا مقر چهار راهی بود که حجاج تقسیم میشدن و فلان این برمیر. بعد از اینکه خب اهل سنت اون آقا دست نگردید، چی دروغ دارید میگید؟ کدوم مسیر؟ کدوم چهارا؟ یعنی شما تصور بکنید جنوب در یمن در اقصا جنوب مکه است. یعنی مردم یمن انقدر خنگ بودن 200 کیلومتر بیان طرف غدیر خم، بعد دوباره 200 کیلومتر برگردن به مکه، بعد برن به جنوب. کدوم احمق این کارو میکنه؟ مردم مکه، یعنی در غدیر خم مردم مکه بودن یا نبودن؟ اگر بودن، خب رسول الله صلی الله علیه و سلم که رحمت للعالمین بودن، خب اینو چرا در عرفات مطرح نکردن که همه حجاج اونجا جمع شده بودن؟ اهل مکه یا رفتن به غدیر خم یا نرفتن. اگر رفتن، کو دلیلتون؟ 200 کیلومتر مردم مکه، زن و بچه بیچاره، در اون زمان نه ماشین بوده نه اتوبوس بوده نه هواپیما بوده، 200 کیلومتر راه رفتن بعد دوباره برگشتن به خاطر شنیدن ولایت علی رضی الله تعالی عنه. اگر نرفتن، پس گناه مردم مکه چی بوده که از ولایت حضرت علی بی‌نصیب بمانن؟ کل مشکل این است که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه مشکل داشتن با اهل مدینه ای که در لشکری که پیامبر صلی الله علیه و سلم به طرف یمن فرستاده بودند، و این لشکر با رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضیاشون در مکه و بعضیاشون در غدیر خم جمع شدن و بگو مگو در مورد حضرت علی زیاد شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم اومدن روی تخت سنگی جای مرتفعی اومدن گفتن من کنت مولاه و فهذا علی مولا، هر کسی که من مولای او هستم علی مولای اوست. اگر میگید که خلیفه، خب یعنی منظور میشه که هر کس که من خلیفه او هستم علی خلیفه او هست، پیامبر خلیفه کی بوده؟ اگر میگید که امام بوده، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که هر کس که من امام او هستم پس علی امام است. پیامبر که پیامبر بودن، رسول بودن، امام نبودن. یعنی تضاد در تضاد، تناقض در تناقض. چرا پیامبر پس در این مکان این حرف رو زد؟ میخواست به ملت بگه که ای مردم، در مورد کی دارید خورده میگیرید، ایراد میگیرید؟ میشناسید این کیه؟ این علی است. من با دستان خودم اینو بزرگ کردم. جریانو میدونید که ابو طالب عائله دار بود و فرزندان زیادی داشت. اینا اومدن بنی هاشم گفتن ما بعضی فرزندان اینا رو میبریم تو خونه خودمون که کمی این فشار اقتصادی رو ابو طالب کم بشه. علی رضی الله تعالی عنه رو رسول الله صلی الله علیه و سلم انتخاب کردن. پسر خردسالی بود، در خانه رسول الله بزرگ شد و اولین جوانی بود که ایمان آورد. و این برخورد به رسول الله صلی الله علیه و سلم که یعنی نبوت ایشون داشت زیر سوال میرفت. چطور دارید به علی خورده میگیرید که علی رو من بزرگ کردم؟ خورده گرفتن بر علی یعنی خورده گرفتن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما رافضی میاد میگه که نه، اینجا چهارراهی بود که یک طرف مصر میرفت و یک طرف نمیدونم شام میرفت و اینجا حجاج جمع شدن و هوا خیلی گرم بود و یک دروغ هایی که فقط با عقل گنجشکی آخوند جور در میاد. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. الو. بله سلام علیکم. خسته نباشید. سلامت باشید.
عزیز خواستم بپرسم شما سنی یا شیعه این؟ ما مسلمانیم. یعنی شیعه این دیگه درسته؟ نه شیعه نه سنی. میدونم یعنی وهابیم؟ ما فقط مسلمانیم برادر عزیز و گرامی. اگر سنی بودن به معنی این که متابعت از سنت پیامبر باید بکنیم، بله ما سنی هستیم. اگر شیعه بودن به معنای این که محبت علی و اهل بیت پیامبر را داشته باشیم، میگیم لعنت خدا و ملائکه و همه جن و انس بر کسی که با علی و آل علی و اهل بیت پیامبر دشمنی داره و لعنت خدا بر کسی که اونا رو دوست نداره. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. به به جناب آقای انصاری. بفرمایید برادر عزیز. شبتون بخیر. آقای ابراهیم از اصفهان، بفرمایید برادر بزرگوار. بله شناخت ما شاء الله خوب دوست شناختید. الله متعال حفظتون کنه. ممنونم، سلامت باشید ان شاء الله، خدا عمرتون بده ان شاء الله. محضر مبارک رسمم که جناب آقای انصاری بزرگوار، من موفق نشدم زیاد از اول برنامه‌تون ببینم، چون خب یه مدتی است که برنامه‌تون قطع بود. درست. امشبم خب بر حسب اینکه برنامه قطع است، هم داشتم شبکه‌ها رو می‌دیدم، 7-8 دقیقه 6-7 دقیقه برنامه‌تو دیدم. و از اونجا که فرمودید که روی قطعه سنگی خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم ایستادن و فرمودن من کنت مولا فهذا علی المولا، و با اون اهدافی که فرمودید، حالا اگر از این ناحیه و از این دید بررسی کنیم این مسئله را، جناب آقای انصاری، خود شخص شخیص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی رو تخت سنگ وایستادن، اون جایگاهیش را که در دوستی بود، یعنی جایگاه رسول الله در قلوب مؤمنین از دیدگاه خداوند و اون که پیا خدای متعال فرض کرده است بر مسلمانان، بر مسلمین، که پیامبر را در چه حدی دوست بدارید. دوستی که رسول الله داره دعوت میکنه مردم را، هر کس که من را دوست میداره پس این علی را هم دوست بدارد. به همین تعبیر بخواهم بگیم دیگه. بله. یا هر کسی که من او را دوست میدارم این علی را هم دوست می، حالا به هر صورت دوستی که از قبیل دوستی خودش داره مثال میزنه رسول الله. درست. هر کسی مرا دوست میدارد، دوستی رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرض است بر مسلمانان، غیر از اینه؟ بله بله، واجبه دیگه، دوستی پیامبر واجبه و خاتم المرسلین هم چیزی رو که مسلمانان رو بر او وعده میگیرد و به او سوی او سوق میدهد، چیزی نیست که از روی میل و هوس خودش باشد که بخواد مسلمانان رو بر یه چیزی سوق بدهد که به نفع مسلمانان نباشد، یه چیزی نباشد که از جانب حق بر او دستور داده شده باشد. درست. پس این دوستی که پیامبر داره مردم رو به سوی اون دوستی دعوت میگیره از نوع دوستی است که برای خودش هست. پس ما باید همون جور که هر کس مرا دوست میدارد، در همون جور که پیامبر رو دوست میداریم علی ابن ابی طالب رو هم دوست بداریم. اشتباه برداشت میکنم یا درست برداشت میکنم جناب آقای انصاری؟ بله، همه مؤمنین دوستی پیامبر همون دوستیه که ما به پیامبر داریم، همه مؤمنین در این شامل هستند. خب حالا همون پیامبری که همه مؤمنین در یه دوستی واحد رسول الله رو دوست می‌دارن، همون پیغمبر در همون از اون جایگاه داره مردم رو دوست می‌کنه، دعوت می‌کنه به سوی دوستی خودش، و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هم در کنار خودش همه هر کس رو من دوست می‌دارم، این علی رو هم مثل من دوست بداره. بله من برداشتم اشتباهه، درسته؟ درسته انشالله. درسته. بله. پس اگر یه کسی دوستی علی ابن ابی طالب را و دوستی رسول الله را در یه حد بداند، آیا اشتباه کرده یا درست برداشت داشته؟ نه این اشتباه است، چون دوستی رسول الله صلی الله علیه و سلم بالاتر از دوستی علی رضی الله تعالی عنه است. خب حالا ببینید، خودتون حضرت علی فرمودن که روی قطعه سنگ وایستادن و این مسئله را فرمودن و دیگه هم چیزی در خطبه پیامبر نیست که این مسئله را بخواد از زوایاش زده باشد، که نه حالا من اگه اینجور رو گفتم بعد اومده باشه پیامبر یه تفسیری داده باشه به یه قضیه که یه وقت مؤمنین اشتباه نیفتن مسلمانان. درست. و اگر خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو در محبت پیامبر مسلمانان به اشتباه بیفتن، خداوند متعال میفرماید که شما محبت ایمانتون کامل نمیشه تا اینکه پیامبر رو دوست بدارید، تو از روح های هم تیر رایت در قرآن که او را دوست بدارید و ازش متابعت کنید
و وقتی هم بینتون اختلافی میفته پیامبر را به عنوان حکم قبول کنید و هر کی هم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد همون رو متابعت کنید. و پیامبر هم میفرماد هر که من مولای او هستم فمن کنتم مولا فهذا علی المولا. اگر از اون دو دوست بود خب پیامبر و حضرت آدم هم دوستش میداشته، همه انبیاء سلف رسول الله دوستی انبیاء سلف پیامبر آیا برایشون فرض نیست که پیامبر رو دوست دارن؟ حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت ادریس، جیس، نوح، لوط و هاکذا، اینها پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو باید دوست دارن دیگه. بله آقا ابراهیم بزرگوار، شما جنبندی کنید حرفاتون، هدفتون چی است تا من پاسختون رو بدم، بفرمایید. همین من خدمت رو همین خواستم بگم که ما اگر از یه دید دوستی نگاه کنیم که پیامبر و امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در کنار هم، ما از یه عینک نگاه کنیم، یه دید نگاه کنیم دوستیشون را، آیا اشتباه کردیم یا اشکالی نداره؟ ببینید ما اگر بخوایم به یک عینک نگاه بکنیم، پس همه صفاتی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم دارن باید از تعالی داشته باشن، مانند رسالت، نبوت، وحی و ممیزاتی که رسول الله دارن. اما قضیه ولایت، ببینید ما در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چی میفرماید؟ فإن الله هو مولاه، الله مولای پیامبر است، یعنی دوستدار پیامبر است، و جبریل، و جبرئیل همچنان، و صالح المؤمنین، و مؤمنین صالح. ببینید در اینجا مسئله ولایت که مؤمنین دارن مطرح میشه که عبارت از دوستی و محبت است. الله مؤمنین رو دوست داره، مؤمنین الله رو دوست دارن، این یک نوع ولایتی است که وجود داره در بین مؤمنین و الله سبحانه و تعالی. اما هیچ وقت نمیشه که اون محبتی رو که من به الله دارم همون محبت رو به برادر مؤمنم داشته باشم. درسته که ما همه با هم به اصطلاح در این ولایت شریک هستیم، در این محبت، در این دوستی. و این که ما با عینکی که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میبینیم باید علی رو ببینیم، این حرف سند میخواد. دلیلتون چیه برای این؟ اولا دلیل که از خود گفته خاتم الانبیا است که میتونیم استفاده کنیم. یکم همین آیه که الان شما مثال دارید که فرمودید که خدا و ولی رسول الله صلی جبرائیل و صالح المؤمنین، وقتی خداوند متعال خودش را مثال میزنه بعد جبرائیل را، مؤمنین که نمیتونن در زمره ذات اقدس تعالی قرار بگیرن. ما در روایات امامیه داریم که مؤمنون حضر در قرآن اومده که در روایات اومده ائمه علیهم السلام هستن، چون که در اون چیز هم هست، در یه آیه دیگه هم هست که فیقول الذین لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. یک خدا که برای رسالت تو شهادتش کفایت میکنه حبیبم، اینا که منکر رسالت شما هستن، و اون کسی که در او نزد او هست علم کتاب. خب پیش مؤمنین که علم کتاب نیست که، اینجا هم نگفته خداوند مؤمنین، که فرموده یک کسی که علم کتاب داره. خب کی هست این که علم کتاب داره؟ حالا اگه اون کسی که علم کتاب داره کی هست این که علم کتاب داره؟ همین آیه که الان از داریم مثال زدیم، کی هست که علم کتاب داره؟ خب همون دیگه وجود مقدس علی ابن ابی طالب نمیتونه داشته باشه. خب این در مورد حضرت علی، بقیه ندارن؟ بقیه 11 امام، بقیه از امام دارن به تبعیت دارن. چه دلیل؟ به چه دلیل؟ به دلیلی که اینا از اولاد علی ابن ابی طالب هم از چیزم. خب از اولاد علی ابن ابی طالب جعفر کذاب هم هست، عموی امام زمان. خب این درسته، ولی وقتی پیامبر از زبان عزیزم گوش کنید برادر آقا ابراهیم، ما نمیتونیم، ببینید اگر که شما میخواید این آیه رو دلیل برای حضرت علی بیارید، والذی عنده علم الكتاب، این برای یک نفره، کسی که در نزد او علم کتاب است. اگر میخواهید برای 12 امام بیارید، الله سبحانه و تعالی کلام الله هست، باید این فصاحت و بلاغت قرآن رو زیر سوال میبره. بعد میگفت که والذین عندهم علم الكتاب. ثانیا به چه دلیل میگید که این حضرت علی است؟ یعنی علم کتاب در نزد علی ابن ابی طالب بود، در نزد پیامبر نبود؟ جناب آقای انصاری، ما وقتی ثانیاً گوش کنید برادر عزیز، گوش کنید، شما میگید که مؤمنین، الان ما در قرآن داریم در سوره انفال آیه 70، ان الذين امنوا، کسانی که ایمان آوردن، هر کسی که ایمان آورد مؤمنه. قرآن ببینید خیلی فصیح هست، در جایی است میگه که نگید که ما اسلام آوردید،
ایمان آوردیم، بلکه بگوید اسلام آوردیم. ببین در هر جایی که خطاب بر مؤمنین هست میگه یا ای الذین آمنو، ان الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردن و هاجروا و هجرت کردن و جاهدوا جهاد کردن به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، یعنی ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، زبیر، اینا همه کسایی هستن که هم هجرت کردن هم جهاد کردن، به اموالشان هجرت کردن و جهاد کردن و با انفسشان هجرت و جهاد کردن فی سبیل الله، در راه الله. والذین آوا و نصروا، و کسانی که اونها رو جا دادن که اهل مدینه بودن، اولئک بعضهم اولیاء بعض، اینها اولیای یک دیگر هستن. والذین آمنوا ولم یهاجروا، ادامش که مربوط به این نیست. المهم در اینجا کسانی که ایمان آوردن، هجرت کردن، جهاد کردن با مالها و انفسشان و انصاری که در مدینه به اینا پناه دادن، همه اینها اولیای یکدیگر هستند. آقای انصاری جان، اولا که همه را نمی‌فرمان، فرماد آمنو، اونایی که ایمان آوردن. بعد قرآن در آمنو هم باز ممتاز میکنه، یه جایی دیگه می‌فرماد یا ایها الذین آمنو آمنو. بعدی که فرمودید کس کجا از آیه استفاده کنیم که یه علی ابن ابی طالب، از روایات، همونطور که از روایات اینجا تاکید است برادر عزیز، اینجا تاکید است، ای کسانی که ایمان آوردید درست حساب، یعنی درست حسابی ایمان بیاورید. یعنی چی؟ یعنی ثابت بکنید در عمل این ایمان آوردنتون رو، که صحابه ثابت کردن. ثانیا در آیه 71 سوره توبه الله سبحانه و تعالی میگه که المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمنین و مؤمنات، زنهای مؤمن و مردان مؤمن اولیای یکدیگر هستند. شما کل امت اسلامی رو از این آیات میندازید دور، میگید این آیه در مورد حضرت علی است. چه منطقی آقا ابراهیم؟ نه ببینید جناب آقای انصاری، بله، بالاخره در امت برای هدایت و برای استمرار رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همه مؤمنون که نمیتونن، مؤمنان که نمیتونن استمرار نداشته رسالت پیامبر، ولیکن خاتم النبیین، الله سبحانه و تعالی میگه خاتم النبیین، رسالت پیامبر. اگر شما بگید رسالت پیامبر ادامه داشته، یعنی منکر ختم نبوت هستید. بله ببین همینا میخوام بگم، منتهی که میگم رسالت، نه اینکه رسالت در قالب رسول کسی باشه، بعد پیامبر رسول باشه، اما این مکتب که تعطیل نمیشه که. نه تعطیل شده، بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم کاملا تعطیل شده. هر کسی که ادعا بکنه که ادامه رسالت پیامبر بر او نازل می شده یا با وحی ارتباط داشته یا از این حرفای مزخرف بزنه، ما قبول نمی کنیم. نه درسته، ما اینا نمیخوام بگیم جناب آقای انصاری، میبینید ما هم نمیخوام بگیم در قالب رسالت کسی باشد که رسول باشد، استمرار نبوت پیامبر رو داشته، رسالت پیامبر داشته باشد، ولی تحت هر خلیفه، تحت عنوان خلیفه. بالاخره این مکتب الان رسائل دنباله این نبوت پیامبر، مکتب پیغمبر الان استمرار داره یا نداره در بستر جامعه مسلمانان؟ دعوت پیامبر استمرار داره، رسالت پیامبر، نبوت پیامبر بعد از وفات ایشون قطع شد. بله ما هم همین رو معتقدیم، ما هم معتقدیم. نه شما میگید استمرار داره، میگید که امامت استمرار نبوت است، میگید امامت افضلتر از نبوت است. چه اشکالی داره که اگر در با امامت، خب این کفره، رسول الله این کفره. ببینید آقای انصاری، اگر از زمان حضرت آدم بنگریم تا زمان رسول الله، مناسبی که برای انبیاء الهی بوده است، خلافت بوده است و نبوت بوده است و رسالت، تا حضرت آدم علیه السلام، ابراهیم علیه السلام که امامت هم اضافه شد به پیامبر، ما منصب ولایت رو هم دادن، انما ولیکم الله و رسوله، یعنی پیامبر ما این ولایت رو همه مؤمنین داشتن. برادر عزیز من اینجا گفتم المؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، همه مؤمنین ولایت دارن، هر انسان مؤمن ولایت داره، شما انسان مؤمن باشید ولایت دارید، من انسان مؤمن باشم ولایت دارم. این ولایت از زمره ولایت رسول الله، ولایت پیامبر، بله من بر شما، شما بر من مؤمن ان شاء الله باشیم، اما از زمره ولایت پیامبر که نیست که. خب از اون زمره که نیست که. نه شما اما اعتقاد دارید که امامت ادامه رسالت است، همین حرفو گفتید. خب این اشکالش کجاست آقای انصاری؟ خب این کفره. اگر من نه که بگم این علی ابن ابی طالب به عنوان جانشین پیامبر رسول است در بستر جامعه، بگم این
این بدای پیامبر مکتب پیامبر را مأمور است ادامه بدهد و علم پیامبر را خدای متعال به سینه اون منتقل کرده. اشکال دارم که اگر این داشته باشم؟ بله اشکال داره. اشکالش کجاست؟ اشکالش اینه که شما وقتی که اعتقاد داشته باشید که رسالت ادامه داره منکر ختم نبوت شدی. رسالت رو من ادامه ندارم که بگم رسالت تحت عنوان رسول بگم علی ابن ابی طالب پیامبر است. اما وقتی حدیث منزلت متواتر است شما قبول دارید، حدیث انا مدینه العلم و علی بابها را قبول داریم، چه اشکالی دارید که من حالا قبول داشته باشم که آقا ابراهیم به خاطر که این بحث طولانی شد، ببینید شما اعتقاد دارید که امامت برتر از نبوت است یا نه؟ بله. خب چیزی که برتر از نبوت رسول، خب نبوت پیامبر با مرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم به پایان رسید، آن چیزی که افضلتر از امام رسالت بود ادامه داره. خب این دلیلی است بر انکار ختم نبوت پیامبر؟ نه، این اینجوری نگیرید شما، چون خود پیامبرم فرمود تشکر میکنم منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، نبوت بعد من نیست. خب این قضیه محبت، این قضیه محبت چه ربطی به امامت داره؟ این حدیثو ما روایت کردیم، شما که روایت نکردید. این حدیث تو کتابای ماست، تو صحیح مسلمه. خب چه اشکال داره؟ هیچ احمقی در دنیا از این برداشت نکرده که امامت حدیث منزلت امامه. خب ببینید مراتب هارونی رو شما چی میشمارید برای هارون؟ خب هارون پیامبر بود لکن در زمان حیات موسی از دنیا رفت. اگر که به این حدیث شما برای امامت بعد از رسول الله استناد بکنید، باطل بودن این ادعا از همین ثابت میشه که هارون در زمان حیات موسی از دنیا رفت. خب پیامبر همین رو فرمود لا نبی بعدی. اما تمام مراتب هارونی رو امیرالمومنین در چیز علی بن ابی طالب داشت دیگه. که آقای محترم شما به حرف حضرت علی رو قبول دارید؟ علی هر چی قبول دارم. خب یک لحظه دوستان نشون بدن این نهج البلاغه رو، این نهج البلاغه حضرت علی. بله فرمودن دارید میبینید این نهج البلاغه است، اینم شناسنامش. هنوز نیومده رو 6 صفحه تلویزیون. خب هر وقت اومد به من اطلاع بدید. داشت. اومد الان؟ هنوز نیومده. نه الان اومد. الان نهج البلاغه رو دیدم. بله. خب در اینجا در کلام 235 سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میره سر بستر پیامبر موقعی که ایشون از دنیا رفتن، میگه به ابی انت و امی یا رسول الله، با پدر و مادرم فدای تو شوم ای رسول الله. لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت غیرک من النبوه والانباء و اخبار السماء. میگه ای پیامبر با پدر و مادر فدایت شوم، با مرگ تو چیزی قطع شد که با مرگ غیر تو قطع نمیشد، از نبوت، از اخبار و به اصطلاح آنچه از وحی از آسمان میامد. حالا من حرف شما را قبول کنم یا حرف حضرت علی رو؟ حرف حضرت علی را قبول کن. خب وقتی که امامی که مرتبط با وحی نباشه، امامی که مرتبط با اخبار آسمان نباشه، این امام به درد جرز دیوار میخوره، به درد بشر نمیخوره. آقای انصاری عزیز، اگر هم من و شما هم کلام پیامبر رو بگیم، کلام وحی رو گفتیم یا نگفتیم؟ پس منم امام هستم، واجب الاطاعت، معصومم هستم. برداشت فرق میکنه. ببینید برداشت فرق میکنه. آقای ابراهیم وقتی که امام با وحی ارتباط نداشته باشه معصوم نیست. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چون با وحی ارتباط داشتن مقام عصمت داشتن، چون امام با وحی مرتبط نیست پس عصمت نداره. شما الان حرفی رو دارید میزنید که خلاف اعتقاد همه علمای شیعه است. همه علمای شیعه بدون استثناء اعتقاد دارن که امامان با جبرئیل، با ملائک ارتباط دارن، وحی بر اونا نازل میشه. با جبرئیل نه، ولی با ملائک. چرا با ملائک؟ من و شما ما کلیپ کلیپ خمینی رو پخش کردیم که میگه جبرئیل میومد پیش حضرت فاطمه. بله اون چیزه، ادعای فردی ایشونه. تشکر میکنم آقا ابراهیم. آقا ابراهیم بزرگوار تشکر میکنم.
متشکرم. زنده باشید. خدا نگهدارت. چون بحث خیلی طولانی شد، ببینید شما در یک دایره سرگردانید. اگر انقطاع وحی رو عقیده داشته باشید، پس امامتتون ارزشی نداره. این امامتی که بهش اعتقاد دارید به درد نمیخوره. اگر انقطاع وحی رو رد بکنید، بگید با وحی ارتباط داشتن، با فرشتگان ارتباط داشتن، پس با عرف حضرت علی در نهج البلاغه میخواید چه کار بکنید؟ و قضیه ولایت، همه مؤمنین و مؤمنات، زنها و مردای مؤمن، این ولایت الهی رو دارن. آنچه که در قرآن ثابت شده، این مختص فلان و علان نیست. و آنچه که در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه از روایات و احادیث میاد، تأکید بر مقام و منزلت ایشون هست، لا غیر، هیچ ربطی به امامت نداره. بله، سلام علیکم، بفرمایید. عرض سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. با آقای همسری متشکرم. بفرمایید، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ زنید؟ خیلی خیلی، برنامه من نگاه میکنم، آقای به صحبت میکنم. خب شما صدای تلویزیونتون رو ببندید و انشالله با گوشی تلفن صحبت بکنید تا این مشکلتون حل بشه. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. زنده باشی. خالد هستم از آلمان. خالد جان، حال احوال شما؟ زنده باشی. شما خوب هستی؟ همکاران عزیزتان سلامت باشید. مجیب رحمان عزیز خوب است؟ همه خوب هستن انشالله. سلامت باشید. تشکر از شما. بفرمایید برادر بزرگوار. زنده باشی. من یک چند دقیقه میشه چون من نمی باشم این وقتی که میام روشن میکنم و اصل موضوع را که متوجه نشدم چی بود، ولی حالا دیدم که همی برای این آدم هرچی که نمیدونم اسمش چی بود برش توضیح میدادی، باز هم میخواه که حرفای خودش که سر شیعیان مثل آخونده قالب میکنه و میقبولانه، میخواه سر اهل سنت هم بقبولانه اینا دست. تو هرچی که میاری از قرآن استدلال میکنی، از احادیث میکنی، میگه نه. بعد آمدی سر حرف آقای خمینی که میگفت که چند روز مکمل حضرت علی هم کاتب وحی حضرت فاطمه بود، مثل پیغمبر دیگه، هیچ فرقی هم نداشت، مثل پیغمبر. با پیغمبر وحی می شد، حضرت جبرئیل می آمد، همه طور با فاطمه می آمد، خدا هم دیگه با کل امام های دینا وحی می شه. حتی امام زمان هم که در سرداب سامره هست کجاست نمی دانه، پنهان شده، با اون هم هر روز وحی می شه، با آقای خامنه‌ای و خمینی وحی می شه. چون اینا همه معصوم هستن، امامزاده ها معصوم، امام ها معصوم. از امامزاده و امام وقتی که میریش که اینا میرنی همه توسل میجوان، خواهد من معصوم ها که توسل میجوان دیگه، اینا اونا هم از مرده، اینا میخوان قالب بکنن حرفایشان، اصلا هیچ قبول ندارن. آخوندهایشان هم به همین عقیده هستن، خود اینا هم به همین عقیده هستن، فقط تعداد اندکی از مردمی که ناآگاه نیستن، نمیفهمن یا خود به نافهمی زدن دیگه. دست. همه اینا عقیدهشان همین هست که وحی قطع نشده، وحی به اماما همیشه تا فعلا هم که هست وحی میاد. اینا چون عقیده ندارن که امام از دنیا رفتن، اینا اگه عقیده داشته باشن که امام مرده، امام دیگه حیات نیست، در دنیا نیست، نمیرن توسل نمیجن از امام، امامزاده و امام از مرده اونا پول و خود پول و بچه و دختر رو نمیدن چی و چی نمیخوان. اینا دست. هر کار بکنی اینا همون عقیدهشان هست، عقیده که میگه خشت اول دو گذاشت میمار کش تا سریا میرود دیوار کش، اصل مذهب اینا را کته که پایگذاری کرده، همی قبر پرستی، همی دروغ، همی سیغه، همی کارهایی که اینا میکنن کاملا بدعت، اینا را پایگذاری کرده تا قیامت هم اینا ادامه دارن. فقط همی از من خوشحال هستم به خاطر اینکه این تلویزیونی های شما که از روزی که به وجود آمده پیدا شده، الحمدلله که این آخونده کم کم دارن رسوا میشن، مردم گفتن افشا میشه، این همه دروغ گفتن. چند روز پیش من یک کلیپ از اینا رو دیدم در تلویزیون، این شیطانیاری نیست، در تلویزیون بیت الخلا که به نام بیت اهل بیت گذاشته، اصلا اسمش باید بیت الخلا باشه. میگفت که اون فقط بد و رد میگفت دیگه، اون تلویزیون زلالت هم همیشه بد و رد میگفت، چون اون موقع تلویزیون شما وجود نداشت. الان دیگه خدا را شکر که کسی هست که جواب این مشرکین میده بسیار به خوبی. تشکر آقای انصاری. تشکر برادر عزیز، تشکر از شما. خدا نگهدارتون. برای سلام علیکم، بفرمایید. سلام. سلام و رحمت الله. الو. بله بفرمایید. سلام. سلام. شاکی و سلام. به صالحت، بفرمایید. حال شما خوبه؟ زنده باشی.
الو بفرمایید برادر عزیز، از وقت استفاده کنید، بفرمایید. صدا من بله صدا شما است، بفرمایید. شما خیلی آدم خب ما خیلی آدم شوری هستیم، یک کلیپ شور ببینید تا برگردیم خدمتتون. احمد جان کلیپ آخوند شور تقدیم به هرچه آخوند شور است در ایران. احمد آقا بله آخوند شور ولایت امیر مؤمنان علیه السلام بر همه مخلوقات حتی بر جمادات عرضه شد. هر آبی که ولایت امیر مؤمنان رو قبول کرد شیرین شد، هر آبی که قبول نکرد شور شد. حاج آقا همه عالم می دانند که آب تمام دریاهای آزاد دنیا و تمامی اقیانوس‌ها شور است، پس آیا همه آنها دشمن اهل بیت هستند؟ آیا یک دوستدار اهل بیت اجازه شنا کردن در این آب‌های شور و دشمن اهل بیت را دارد یا نه؟ تکلیف ماهیانی که در این آب‌های دشمن اهل بیت رشد می‌کنند و تمام وجودشان پر از دشمنی اهل بیت است چه می‌شود؟ حلال گوشت هستند و یا حرام گوشت به شمار می‌روند؟ حاج آقا آیا این آب‌های جنوب ایران هم که همه شور هستند دشمن اهل بیتند؟ اگر آب‌های جنوب ایران هم دشمن اهل بیت هستند پس چرا اینقدر اصرار دارید که آن را به ایران نسبت دهید و میگویید خلیج همیشه فارس و خلیج تا ابد فارس؟ بگذارید این دریای دشمن اهل بیت همان نام خلیج عربی را یدک بکشد و از این دشمن بزرگ اهل بیت حمایت نکنید و دامان خود را با حمایت از دشمنان اهل بیت لکه‌دار نسازید. از قدیم گفتند مال بد پای ریش صاحبش. این خلیج دشمن اهل بیت را بدهید به عرب‌ها و دریای خزر را پس بگیرید. آج آقا مگر نفرمودید که هر آبی که ولایت امیر مؤمنان را قبول کرد شیرین شد؟ خب این دریای خزر که بزرگترین دریاچه آب شیرین دنیاست و بنا به اعتقاد شما بزرگترین دریای دوستدار اهل بیت است، چه گناهی کرده بود که آن را دو دستی تقدیم روسیه دشمن اسلام و مسلمین کردید؟ چرا بزرگترین دریای دوستدار اهل بیت را مفت بخشیدید و برای داشتن یک دریای بزرگ دشمن اهل بیت درگیرید؟ چرا با فروش پول نفت و گاز دریای خلیج دشمن اهل بیت شکم دوستداران اهل بیت را سیر می کنید؟ هر آبی که ولایت امیر مؤمنان را قبول کرد شیرین شد، هر آبی که قبول نکرد شور شد. آج آقا آب شهر قم از بس که شور است آب خوردن این شهر را از تهران می آورند. به نظر شما چرا آب مرکز شیعیان دنیا دشمن اهل بیت است و امامت را قبول ندارد؟ و چرا منطقه جمکران که مسجد خاص امام زمان شیعه در آن است آبی شورتر از قم دارد؟ آیا آب این منطقه هم منکر وجود امام زمان است و آن را قبول ندارد؟ راستی آج آقا شوری آب که به خاطر نمک آن است، نظرتان درباره خود نمک چیست؟ آیا جایز است که این دشمن اهل بیت را بر روی غذای خود بریزیم و یا ترجیح می دهید که دوستداران اهل بیت غذای بی نمک بخورند و با تحریم نمک حال این دشمن اهل بیت را بگیرند و حسابش را کف دستش بگذارند؟ نظرتون درباره تجارت نمک و خرید و فروش این دشمن اهل بیت چیست؟ آیا پولش حلال است؟ ظاهرا آجاقا هیچ جوابی ندارند و مشغول عزاداری و نوحه خوانی بر این شورستان هستند و اشک می‌ریزند. اتفاقا خوب شد یادم افتاد. حاج آقا
این اشک شوری که از چشم شما در عزاداری خارج می شود دشمن اهل بیت است و یا دوست اهل بیت؟ اگر دشمن است پس چرا اشک شده و به خاطر آنها می ریزد؟ و اگر دوست است پس چرا شور است؟ در آخر ما که نفهمیدیم چی شد. بیا تا شورتر نشده نمکش را کم کنیم، وگرنه کلیپ ما نیز شور می شود و دشمن اهل بیت می گردد. قضاوت نمک کلیپ با شما. سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. در اصلی که داشتین کلیپ شورستان آخوندا پخش میشد، من این کامنت های دوستان رو که زیر کلیپ گفتگو با صیغه‌زاده قم یا مشهد علی شریفی گذاشته بودن داشتم میخوندم. بعضی از این کامنت ها خیلی جالبه. یکیشو من خدمتتون بخونم که بیننده ای گفتن آقای خب اسم ماشاءالله طولانی است. یه روز به شریفی میگن خونتون کجاست؟ میگه بسم الله الرحمن الرحیم، خونمون بعد از این که آدم و عوا در زمین خودشون رو به هم رسوندن و بعد از این که نقطه نقطه چین، بعد در کره زمین که گالیله کشف کرد که کروی شکله، و بعدم در تشکیل قاره در اثر تغییر شکلها و نمیدونم جدا شدن قاره، بعد آقای انصاری جزاک الله میپرسد 1 2 3 خونتون کجاست؟ میگن بعدش شریفی میگه که داشتم میگفتم دیگه بعد از این که این وقایع رخ داد و 4 تا این بله دارن نشون میدن اینو، مطمئن باشید جوابی نداره. وقت گرانبهای خودتون رو با این جاهلان صرف نکنید. خواهرمون عایشه تاجیک نوشتن که شریفی اگر همه آخوندا رو جمع کنه 5 سال هم شب و روز تحقیق کنه بازم نمیتونن حرفشون رو ثابت کنن. 3-4 ساعت که 100 سال سیاه. من تشکر میکنم عزیزانی که کامنت گذاشتن. یکی از دوستان نوشته بد جور تو من گل انداختی، نشد که فرار بکنه، اصلا این کلیپ آخر عشق بود. اینا برای مقاومت با عقیده فرادین توحیدی اهل سنت رو ندارن، این که مثل روز روشنه. تشکر میکنم از همه عزیزانی که کامنت گذاشتن در زیر این کلیپ این گفتگو که در فیسبوک گذاشته شد. و این فرار قزوینی و فرارهای اینها دلیلی بر این است که ندارن، و حتی اگر بیان صحبت هم بکنن که ما منتظر هستیم تا لحظات پایانی برنامه امشب که شریفی، قزوینی، یزدانی، ابوالقاسمی از این دار و دسته‌ای که دارن، هر کدومشون که میتونه از این دروغ قزوینی دفاع بکنه و ثابت بکنه که شمس الدین ذهبی رحمت الله علیه در مورد امیر المؤمنین در حدیث امام محمد ابن اسماعیل بخاری گفته باشه که ایشون ثقه نیست یا ضعیف است، دلیلی در هر جایی که داشته باشن بیارن از کتب ذهبی و مطمئن باشید که این دلیل رو ندارن. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. هادی هستم از اهواز تماس می‌گیرم. بفرمایید برادر بزرگوار. حسن باشه استاد گرامی. سلامت باشید، تشکر از شما. حالا میخواستم صداتون میشنم و تشکر میکنم از برنامه خوب شما. تشکر از شما، ممنونم، مرسی. مهم بود صدای شما رو بشنوم که شنیدیم، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. بارک الله فیک، تشکر از شما. تشکر شما. الله خلیک، الله حفظک. امان الله. بله سلام علیکم، بفرمید. الو. بله بفرمایید. سلام. شبکه حق است. شبکه وصال حق. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ بله سلام علیکم، بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الو. بله آقا ممتاز. حسن از مشهد. آقای حسن از مشهد.
آقای حسن، هفته گذشته ممتاز بودید یا حسن شدید شما؟ بله هفته گذشته ممتاز بودید الان شدید حسن؟ بله دیگه فامیل هم دیگه حسن ممتاز بودید. آقای حسن ممتاز هستید. بله حضورتون عرض کنم که دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چجوری از دنیا رفتن، اینو برای ما توضیح بدین. با مرگ طبیعی. الو؟ با مرگ طبیعی مثل همه بشر. بله با مرگ طبیعی از دنیا رفتن. بله. الو آقا صحبت کنید، از وقت استفاده کنید. چرا دارید وقت خودتون و بقیه بینندگان رو ضایع میکنید؟ صدای شما داره الان به طور زنده پخش میشه. بفرمایید. صدای تلویزیون رو ببندید و با گوشی تلفن صحبت کنید. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام آقای انصاری، خسته نباشید. سلامت باشید. بیننده گرامی لطف کنید صدای تلویزیونتون رو ببندید. بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید. سلامت باشید. آقای انصاری حاج آقا، این از کانال به اصطلاح عربسد. عربسد 5A. بله. شماره 11678. بله. افقی 27500. اینه اتوماتیکی اگر سرچ کنن میشه به سال حق را به اصطلاح گرفت و پخش میکنه. اما یه شگر داره، اگر مثلا شماره به سال حق 50 به اصطلاح کانال 50 باشه، نباید از 51 بیاید به 50، بلکه باید از 49 بیاید به 50، وقت ظاهر میشه و جواب گرفت. سبحان الله سبحان الله. معید باشید انشاءالله. تشکر از شما. انشاءالله با پیغمبر هم نشین باشید. خدا نگهدار شما. تشکر از شما. تشکر بیننده گرامی. خدا نگهدارت. خدا نگهدارت. من اتفاقا اینو دیشب یکی از دوستان عزیز تماس گرفتن از ایران، گفتن که روی این 11678 در عربساد یا بدر افقی 27500 وصال حق میگیره. من اصلا تعجب کردم، چون حقیقتش نه ما نه مسئولین وصال فرکانسی نگرفتیم بر عربسات. حالا نمیدونم، اون دوست عزیزمون میگفت که اینا یک در رو ببندن، الله سبحانه و تعالی درهای متعددی رو باز میکنه. اگر کسی این کار رو کرده، الله سبحانه و تعالی خیر دنیا و آخرت نصیبش بکنه. ما که فرکانسی نداشتیم رو عربسات و دوستانمون هم در وصال عربی تا هنوز فرکانسی رو عربسات نگرفتن. اگر کسی این کارو کرده، الله سبحانه و تعالی جزای خیر نصیبش بکنه. تشکر از شما برادر عزیز که اینو فرمودید. عربسات 11678 افقی 27500. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. الو. بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. با آقای انصاری کار دارم. شما دارید با انصاری صحبت میکنید، بفرمایید. ما مدرک داریم که فاطمه زهرا به قتل رسیده. در کجا؟ به زیرزمینی آفاق. بله؟ بفرمایید. چرا قطع کردید؟ مدرکتون رو میگفتید. سبحان الله. بله سلام علیکم، بفرمید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. علی هستم از شیراز. آقای علی از شیراز، بفرمید. آقا علی بزرگوار. تشکر میکنم از برنامه خوبتون، زنگ زدم تشکر کنم. آقای انصاری، من یه سوالی در مورد این زمان پیغمبر سوالی داشتم خدمتتون. می‌خواستم ببینم آیا خود عمر زمانی که برای جانشینی می‌خواست کسی رو انتخاب کنه، حالا نمی‌دونم که انتخاب کردین، ولی مثل که یه شورای 5 نفره رو انتخاب کرده بودن، درسته؟ درست. بعد آیا مثلا خود حضرت عمر
اسمی از علی آورده بود که این ارجعتر است یا نه؟ ذکر سری نبود. بهترین صحابه در اون زمانی که بودن این 6 نفری بودن که امت بر فضائل اینها اتفاق داشتن، از جمله حضرت علی. آها، چون من مطلب جای خوندم. بعد میخواستم ببینم آیا میشه مثلا ما به جای که آقا شیعه باشیم یا سنی باشیم یا مثلا هر دو، حالا کاری به اینا ندارم، میشه مثلا به جای اینا ما بگیم آقا قرآن کتاب خدا و پیغمبر، خب؟ بله. و راه اینا رو ادامه بدیم. اینجوری باشه چه مشکلی پیش میاد؟ حتما باید بگیم ما شیعه هستیم یا سنی؟ چون من خودم کی گفتم دوست ندارم که حالا مثلا شیعه، چون شیعه خیلی تند رو هستن، یعنی شیعه های تند رو تعدادشون زیاده. بله. من خودم هم خیلی علاقه به آنچنانی به شیعه ندارم، خب؟ بله. ولی از اون ور میگم همون سنی هم، اهل سنت هم همین برنامه هست، یه سری مسائل تندروی توش هست. میشه آقا اصلا کاری به شیعه و سنی نداشته باشیم، ما همون راه پیغمبر و قرآن و کتاب خدا رو ادامه بدیم؟ چرا نه؟ این بهترین راست. همینه میخواستم، چون جای بحث زیاد داره، اینا همه شده باعث تفرقه، مشکلات این شیعه و سنی زیاد شده، همدیگه رو خیلی قبول ندارن. من دوست دارم یکی بشن همه. درست. چشم علی آقا جان، در این مورد صحبت میکنیم برادر بزرگوار. ممنون، موفق باشید. خدا نگهدار شما. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که این آیه نازل شد، قل هذه سبیلی، یک خطی کشیدن رو زمین، خط مستقیم با چوب دستیشون، با دستان مبارکشون یک خط کشیدن رو زمین، گفتن این راه الله سبحانه و تعالی است. بعد راه هایی کشیدن چپ و راست، گفتن این راه هایی است که شما رو میبره به طرف جهنم. این راه راهی است که راه قرآن و سنت، هر کس در این راه بود منتهی میشه به بهشت، هر کس به راه های یمین و یسار چپ و راست رفت منتهی میشه به دوزخ. شما میخوای هر اسمی رو خودت بذار، شیعه، سنی، نمیدونم وهابی، هر اسمی که میخوای سرت بذارن یا شما برای خودت انتخاب بکن، این مهم نیست. مهم این است که شما راهتون راه قرآن و سنت باشه. میگید من به اینم کار ندارم، به اینو کار ندارم، من قرآن و سنت رو میخوام. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ فبشر عبادی الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، بشارت بان بندگانی که سخنها رو میشنون بهترینش رو انتخاب میکنن. سخن خوب رو که مطابق قرآن و سنت باشه ما از هر کی باشه قبول میکنیم، سخن مخالف قرآن و سنت رو ولو اینکه از بهترین انسان ها باشه ما به دیوار میزنیم. این مذهب کیه؟ مذهب امام جعفر صادق، مذهب امام ابو حنیفه، مذهب امام مالک، امام شافعی، ائمه بزرگوار اهل بیت، ائمه بزرگوار اهل سنت که بودن در طول تاریخ. از همه اینا نقل شده که هر قولی که به شما رسید مخالف قرآن بود بزنید به دیوار. اما آیا امروز میزنن کسانی که مدعی پیروی اینها هستن؟ نخیر. چنان گرفته من فلانی هستم، فلان مذهب هستم، باید اینو هر طوری شده قبول بکنم، چون یکی از علمای مذهب این رو گفته. این هست گمراهی. بعد چرا این کارو میکنی؟ چون علمای ما گفتن. چرا این کارو میکنی؟ چون اجداد ما، پدران ما میکردن. دقیقاً همون مذهب ابو جهل و ابو لهب. چرا این کارو میکنی؟ چرا بت میپرستی؟ کانوا اباؤنا علی ذلک. پدرانمون این کارو میکردن، بزرگانمون این کارو میکردن. انسان، شما قرآن رو بخونید و آنچه از احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که در کتب صحیح وجود داره که یقین داشته باشید مخالف قرآن نیست. حدیث صحیح هیچ وقت مخالف قرآن نیست. اینه که میان شبه پراکنی میکنن که نمیدونم احادیث و فلان و منکر حدیث هستن، بعضی که خودشون قرآنیون جلوه میدن، اینا در حالی که دورترین انسانها از قرآن اینا هستن. اینا با بعضی از شعارهای پرزرق و برق میخوان مردم از سنت دور بکنن. اینم برنامه دشمنان اسلام هست، چون قرآن و سنت در کنار هم هستن. سنت صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم مفسر قرآن هست، مبین قرآن هست. سنت، علماء اهل سنت چی کار کردن؟ با ساختن علمی به نام علم حدیث سره رو از ناسره جدا کردن، یک زبالدانی ساختن. هر حدیث و روایتی که بر طبق قواعد علمی
ثابت نشد که از رسول الله صلی الله علیه و سلم است یا دروغ بسته شده بود به رسول الله صلی الله علیه و سلم، انداختن اونجا. سلسله احادیث ضعیف، علما اینو کار کردن و اهل سنت الحمدلله در این مسئله از صدها سال پیش این کارو کردن. لکن همچین قاعده ای در مذهب شیعه وجود نداره. همین در طول این برنامه ها میبینید آقا یکی میگه چون نمیخوان این روایاتی که در تحریف قرآن اومده رو زیر سوال ببرن، چون اونا رو اگر زیر سوال بردن، اگر گفتن کلینی کافره چون قائل به تحریف قرآن بوده، دوست دارن این کارو بکنن. والله دلش علمای شیعه الان داره میتپه که به خاطر ضربه زدن به اهل سنت بیان از باب تقیه بگن هر کسی که قائل به تعریف قرآن است کافره. نمیتونن این کارو بکنن. چرا؟ طبق اون قواعد باطلی که دارن، اگر که بیان این احادیث رو منکر بشن، مجبورن منکر امامت بشن، مجبورن منکر عصمت بشن، مجبورن همه مذهبشون رو بندازن به سطل آشغال. الحمدلله اهل سنت الله سبحانه و تعالی را علی بینه می پرستن، با یقین می پرستن، در راه روشن می پرستن. اما اینایی که غیر از راه قرآن و سنت را انتخاب کردن، اینها گمراهانی هستند که در همون راه های یمین و یساری که پیامبر صلی الله علیه و سلم ترسیم کرده بودن گمراه شدن، هم گمراه شدن هم دیگران را دعوت به گمراهی می کنن. برای سلام علیکم بفرمید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. وصال حق. وصال حق. بفرمایید بیننده گرامی، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ عمر هستم از بندر لنگر آقای انصاری. عمر برادر عزیز بفرمایید. حال شما خوب آقای انصاری؟ سلامتی؟ زنده باشید. تشکر از شما. آقای انصاری دلمون برای شما خیلی تنگ شده. ای خدر. سلامت باشید. الله متعال شما رو حفظ بکنه. البته چند مدتی کانال شما محو شده بود تلویزیون آقای انصاری. بله، ایران پارازیت پخش میکرد رو فرکانس شبکه و ما سر نماز خیلی برای شما دعا کردیم آقای انصاری. الله متعال حفظتون کنه و سعادت دنیا و آخرت نصیبتون کنه برادر عزیز. سلامت باشید. زنده باشید. حرفی ندارم آقای انصاری، فقط تشکر از شما. خداوند امیدوارم که همیشه در زندگی و در کارهاتون آمین موفق و پیروز باشید. آمین عمر جان. آمین برادر بزرگوار. تشکر از شما. زنده باشید. خدا نگهدارت. بله سلام علیکم بفرمایید. بفرمایید. بله سلام علیکم. بفرمایید که این بلندتر صحبت کنید بیننده گرامی. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آقای اینا مشکل همتن وقت اینا خراب نکن. بله. الو سلام علیکم بیننده گرامی بفرمید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. داود جانم دم از صدیق اکبر می زدم، ناله های عاشقانه از بر عمر می زدم، نام عثمان علی چون تاج بر سر می زدم، از ابوبکر عمر افتها بر کشور می زدم. صدای نام عمر شون، صدای نام ابوبکر شون، صدای نام علی مرتضی شون، زنده باد اسلام. وقت خوش خود وقت بحیل کنم. سلامت بشید. تشکر از شما برادر است. برای سلام علیکم بفرمید. آقا سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. شبکه وصال. شبکه وصال حق. بفرمید. خوش خواهی کنم. میتونیم با انصاری صحبت کنیم؟ شما دارید با من صحبت میکنید. بفرمید. شما خوبه؟ زنده باشید. تشکر از شما. آقای انصاری، بنده از قلبی میخوام که میشم. بفرمید. خود منم اهل سنت هستم. یه سوال داشتم خدمت شما. اگر سوالات شرعی است در برنامه پرسش و پاسخ مطرح کنید. اگر شبهات هست در مورد مسائلی که مطرح شده در خدمتتون هستم. نه من سوال شرعیه. سوال شرعی از جناب مولانا عبدالقدوس دهقان بپرسید در برنامه پرسش و پاسخ. ممنون میشم. متشکرم. تشکر از شما برادر عزیز. عذر منو بپذیرید. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. خسته نباشید. سلامت باشید. آقای انصاری، من علی هستم از شیراز. مثل این که مجدداً توفیق شد من تماس میگیرم خدمتتون. آقا علی از شیراز بفرمید. بله ببخشید من امشب بار دوم هستم با خط. بفرمید.
یه سوالی داشتم در مورد ام المؤمنین، خب حضرت عایشه. بله. می‌خواستم ببینم آیا ام المؤمنین بعد از رحلت پیغمبر دوست داشته که پدرش بالاخره دیگه این یه نفس شخصی شاد تو وجود همه انسان ها باشه؟ ولی من چند وقت پیش یه کتاب خوندم، گفتم احتمالاً دوست داشته که پدرش ابوبکر خب جانشین پیغمبر بشه، حتی من ابوبکر هم تصدیق میکنم خب، ولی آیا واقعا برای کفن و دفن پیغمبر اونا رو اونجا نگه داشت از بنی هاشم و بقیه رو تو بازار مکه اونا رو همزمان جمع کرد برای جانشینی یا نه؟ این کتابی که مثلا این من اقتباس کردم خوندم منبع اصلی نداشته باشه یا مثلا به قول شما ضعیف باشه. خب در کدوم کتاب؟ اسم نویسندهش جد صفحه؟ یه کتابی از نویسندهش کورت فیشلر آلمانی هست اگه اشتباه نکنم. الله حسن. یعنی وضع ما مسلمان ها به اینجا کشیده که بعد بریم از یک آلمانی در مورد تاریخ اسلام نقل بکنیم. حالا همینو من بخواستم میگم، چون هم خیلی آلمانی نه شیعه بوده نه سنی، خب نه مسلمون، گفتم شاید مثلا تونسته بیطرف یه سری تحقیقاتی انجام بده. باشه، من در این مورد صحبت میکنم. در این مورد صحبت نمیدونم، حالا ممنون میشه در این مورد صحبت میکنم. تشکر از شما، تشکر از شما. در این که مستشرقین آلمانی ها، انگلیسی ها، فرانسوی هایی که در طول تاریخ اسلام کتاب هایی در مورد اسلام نوشتند، در این که در بین اینها انسان های منصفی بودند ما شک نداریم. اما بیشتر اینها، میشه گفت اغلب اینها کسانی بودند که به هدف استشراق یا همون بحث علمی، جستجوی علمی در کشورهای اسلامی میرفتند و کتاب هایی مینوشتند که امروز این کتاب ها سبب تفرقه و اختلاف در بین مسلمان ها شده. این یک حقیقت است و این که در بینشون انسان های منصفی بوده شک نداریم. اصلا استشراق یکی از وسایل حمله صلیبی بر کشورهای اسلامی بود. عده ای از طریق سربازاشون حمله کردن کشورهای اسلامی رو به خاک و خون کشیدن، عده ای با فرستادن این افراد که با یک برنامه خاصی اومده بودن که تا اسلام رو ریشه‌کن بکنن به نام بحث علمی و به نام نمی‌دونم تحقیق و به نام این مسائل، و اینها ضربات سهمگینی بر تاریخ اسلامی زدن که ما آثارش رو تا امروز هم داریم می‌بینیم. چه فرقه‌های گمراهی که توسط همین مستشرقین ایجاد شد توسط کتاب‌های اینها، و خیلی از اختلافات و تفرقه‌هایی که مسلمان‌ها باش درگیر بودن از اثر همین تالیفاتی بود که مستشرقین داشتن. یکیش همین نمونه است که میخوان یک نوع بدبینی و کینه رو در بین مسلمان ها زیاد بکنن. حالا یک مسلمان میاد به دید اینکه آقا این بیطرف هست داره به قضیه نگاه میکنه، نه خیر برادر، اینا بیطرف نیستن. اون که از آلمان بلند میشه میاد مثلا عمر خودش رو در شام میگذرانه به خاطر تحقیق و مطالعه، به هدف دلسوزی در این منطقه نمیاد. آخرین تماس رو هم میگیریم. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، مثال حق. مثال حق، بفرمایید خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من از تکوان زنگ میزنم جناب. من داره شارژ من کمه، تمومه. اگه لطف کنید ببرید روی لایو، اگه نه که اگه لطف کنید شما زنگ بزنید معلومه. میبخشید من نمیتونم زنگ بزنم چون لحظات پایانی برنامه است. تشکر میکنم از شما برادر عزیز. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام و رحمت الله. مثال حق، مثال حق بفرمایید. کمی بلندتر صحبت کنید، دارید با من صحبت میکنید. با قبول نفسیم خلاصیم. زنده باشید، تشکر از شما. زنده باشید. برنامه خیلی دور پخش میشه. خب احمد جان عزیز، تشکر میکنم از تو، تشکر میکنم از همه عزیزانی که در بخش کنترل شبکه با ما همراه بودن و از همه شما، تک تک شما بینندگان عزیز گرامی که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودین. تشکر میکنم از مسئولین کانال الجمیله که با ما این فرصت رو دادن که 3 ساعت در خدمت شما باشیم از طریق فرکانس این شبکه، فعلا فرکانس 11317. فرکانس قبلی وصال در دست این کانال هست و بعضی از برنامه زنده ما را اجازه میدن که بر روی فرکانس پخش بشه. الله سبحانه و تعالی این عمل خیر رو در میزان حسناتشون قرار بده. و هر چقدر که آخوندهای
دجال و شیاد ایران سعی بکنن که صدای حق رو خاموش بکنن، اما نمیتونن. الله سبحانه و تعالی نور حق رو به همه خانه های انسان ها خواهد رساند. در مورد حج انشالله احمد جان یادآوری کردن که از روز هفتم ذوالحجه به اذن الله تعالی از طریق همه فرکانس هایی که شبکه جانی وصال حق داره ویژه برنامه های حج شروع میشه از ساعت 4 عصر روز هفتم ذوالحجه. به اذن الله تعالی برنامه های زنده خواهیم داشت از منا، از عرفات، از مزدلفه، از مسجد الحرام، از مکه مکرمه در مورد حج و همه برنامه های معتادی که در شبکه بود این برنامه ها متوقف میشه و ویژه برنامه های حج به مدت 7 روز تقریبا تا روز 13 ذوالحجه، تا روز 13 ذوالحجه ساعت 9 شب به وقت مکه مکرمه ما کلن ویژه برنامه های حج خواهیم داشت به طور زنده به طور مستقیم از مکه مکرمه و مشاعر مقدسه. امیدواریم که این برنامه های ویژه‌ای که در ایام حج داریم اون عده عزیزانی که این سعادت نصیبشون نشد که در حج امسال در سرزمین حرمین باشن حداقل به سال حق این احساس رو به خانه های شما بزرگواران منتقل بکنه. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان يزيح